پنج شنبه 15 نوامبر سال 2000 ساعت 10:05 صبح، بزرگراه تورینو ساونا در شمال ایتالیا. پایین پل جسد مردی را می‌بیند که با صورت بر روی زمین می‌فهمند که باید اتفاق وحشتناکی افتاده باشد. ساعت 11 نیروهای پلیس بالای سر جسد رسیدند. صورت مرد بر اثر ضربه به شدت مجروح شده، اما کارت شناسایی که در داخل جیب کتش یافت شد متعلق به ادواردو آنیلی، تنها پسر سناتور جیوانی آنیلی، مالک کمپانی فیات و باشگاه یوونتوس است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که الان شاهد و شنونده این مبحث مراسم 20 سالگرد شهادت شهید ادواردو آنیلی هستند. و 20 سال پیش که ایشون به شهادت رسید و در ایران دوستانی مثل آقای دکتر قدیری عبیانه زحمت کشیدن و این شهید عزیز رو معرفی کردند و فضا به وجود اومد، دوستان جوانی که اون روز الان 20 ساله هستن اون روز طبیعتا تازه به دنیا اومده بودن و ما 20 ساله که در معرفی مناسب شهید آنیلی کوتاهی کردیم. نه خب طبیعتا شاید لازم بود تا الان براش فیلم سینمایی و سریال هم می ساختیم، ولی این کوتاهی ها طبیعی است که مخاطره آمیزه. چطور یک انسان به اصطلاح ثروتمند و متمول از یک جامعه، از طبقه اشراف یک جامعه بورژوایی مثل کشور ایتالیا میاد و به اسلام میگره، چطور اسلام رو انتخاب میکنه، چطور این مستبصر میشه و احساس میکنه که باید دینش رو عوض کنه، چطور با اسلام آشنا شد، چطور با ایران با امام آشنا شد، چطور با انقلاب اسلامی آشنا شد، چطور زیست و چطور به شهادت رسید. درس هایی داره برای ما در جامعه سلبریتی زده امروز که ما اون تقابل سین شین رو وقتی داریم، سین سلبریتی و شین شهید، اگر ادعا کردیم و صراحتا تکرار کردیم که جریانی به نام جریان لیبرال دموکراسی امروز انسان ترازش سلبریتی ها هستن، اما جریان انقلابی و جریان اسلامگرا انسان ترازش شهدا هستن. حالا یه بار یه شهیدی مثل حاج قاسم سلیمانی ایرانیه، یک شهیدی مثل عماد مغنیه لبنانیه، یک بار یک شهیدی مثل ادواردو آنیلی ایتالیاییه. مهم اینه که انسانها یا سلبریتی میشوند یا شهید، یا سین یا شین. بشر امروز در آستانه قرن جدید، در آستانه سال 1400 ورود به قرن 15 هجری شمسی و در آستانه سال 2021 میلادی، در لایف استایل و سبک زندگیش دو تا الگو بیشتر نداره. یا میتواند در غایت زندگیش مثل سلبریتی ها زندگی کنه، یا میتونه در غایت زندگیش مثل شهدا زیست کنه و شهید بشه. و این شهید منحصر به فرهنگ ایرانی و اسلامی و عربی منطقه نیست. در جوامع اروپایی و غربی هم کسانی هستن که از اون فرهنگ فاصله میگیرن، میان مسلمان میشن، شیعه میشن، روکرد انقلابی پیدا میکنن و به شهادت میرسن. نمونه بارز شهید ادواردو آنیلی است که از طبقه اشراف در جامعه کاملا بورژوایی ایتالیا برخاست و فطرت پاکش این فرد رو به سمت اسلام آورد و در نهایت در این مسیر به دست در واقع جریانات ضد دین به شهادت رسید. 20 سال از شهادت ایشون میگذره. در 24 آبان در واقع 20 سال قبل که ایشون به شهادت رسید، ما البته با 2-3 روز فاصله و تأخیر، چون یک 2-3 تا مراسم دیگه هم از روز 24 تا امشب بوده، آخرین مراسم رو امشب برگزار میکنیم. اینجا در محضر آقای دکتر قدری عبیانه هستیم. ایشون در واقع بیشترین قرابت و نزدیکی و تعامل و هنگامی که از دیپلمات‌های ایران بودن ایشون در روم در سال
سالهای ابتدای انقلاب، سازوکار آشنایی ادواردو آنیلی و بعد هم مراحل آمدنش به ایران و اتفاقاتی که بعدا افتاد رو، اینها رو داریم. جوان ایرانی امروز و جوانان در سراسر دنیا با شناخت افرادی مثل ادواردو آنیلی که اینها جزو ثروتمندترین افراد در جامعه ایتالیا محسوب می شدن، کمپانی های مثل اتومبیل سازی، باشگاه های ورزشی متعدد و گوناگون و مواردی از این دست، بعد به همه اینا پشت پا زدن و سراغ اسلام و قرآن و مفاتیح و جنان و نهج البلاغه رفتن، اینا درس داره، اینا نکته داره. جوان ما باید این چارچوب ها رو بدونه. یکی از آقایون جوان دو سه روز پیش که این تبلیغ برنامه امشب رفته بود، یه جمله ظریفی رو به من میگفت. میگفتش که تیمی که توی ایتالیا مسئولیتش و مالکیتش به عهده خانواده ادواردو آنیلی بوده، داخل اون تیم امروز کسی بازی میکنه مثل این رونالدو، نمیدونم ریوالدو، کی با بیش از 100 میلیون فالوور در اینستاگرام و یکی از گرانترین فوتبالیستای دنیا. اون یک سلبریتیه. کسی که مالک این تیم های ورزشی بود، اون رها کرد، اومد همه اون دنیا و همه اون سر و صداها رو کنار گذاشت و آمد به عالم پرقوقای دین و در این زندگی زیست و شهید شد. پس این رونالدو یا ریوالدو، حالا من دقیقا خاطرم نیست اون تیم چی بوده، تیم نمیدونم یوونتوس بوده چی بوده، این الان مقایسه کنید بین این فردی که امروز هست به معنی سلبریتی تو اون تیم با کسی که مالک این چیزا بوده، پدرش و خانوادش مثل ادواردو آنیلی، با این تفاوت. رشته کلام رو طولانی شد با این مقدمه طولانی، به آقای دکتر قدری عبیانه میسپارم و استفاده میکنیم. البته یه مقداری من این موارد قبلا چون از ایشون شنیدم جذابیت داره برای من که دوباره بشنوم، ولی توصیه میکنم دوستان جوان ما و به خصوص پسران و دختران خودم که تا الان با شهید آنیلی آشنا نبودن، قصه بسیار شگفتانگیز تحول یک انسان بزرگ به نام ادواردو آنیلی رو از زبان، یعنی دست اول بدون اینکه نقل با واسطه باشه، از زبان آقای دکتر قدری عبیانی که خود ایشون مستقیما حضوری با این فرد روبرو بودن بشنویم و روند اینکه ساخته شدن یک انسان به دست خدا رو ببینیم که خدا به حضرت موسی فرمود اصطنعتک لنفسی، موسی ساختمت برای خودم. میخوام ببینیم که خدا چطور ادواردو آنیلی رو برای خودش ساخت از زبان آقای دکتر قدری عبیانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان این برنامه و تشکر میکنم از جنابعالی و مرکزتون که امروز این برنامه رو مهمانی میکنید و خود شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. توفیقی است خدمت شما هست. توفیقی است برای بنده در خدمت شما بودن. یه خاندانی هست به نام خاندان آنیلی ها در ایتالیا که ثروتمندترین خاندان ایتالیا هستند. کارخانجات فیات، آلفا رومئو، لانچا، اتومبیل‌سازی فیات و آلفا رومئو، بله، فراری ماشین‌های میلیاردی که بعضیا میرن عکس یادگاری میگیرن، مازراتی، ایوکو، کارخانه هلیکوپتر سازی، موتور وسپایی که هست مال ایناست، علاوه بر اون چند تا بانک، چند تا مؤسسه بیمه، سازمان‌های مؤسسات پیمانکاری، حتی مؤسسات مد و لباس، چندین روزنامه و مجله از جمله روزنامه‌های معروف کوریر دلا سرا و لاستامپا، باشگاه فوتبال یوونتوس، نه فقط تیم یوونتوس مال اوناست، اون ساختمان باشگاهش هم مال ایناست و باشگاه اتومبیلرانی فراری بخشی از ثروت این خانواده است. حالا ارزیابی کرده بودن 20 سال پیش وقتی مستند می‌ساختن راجع به شهید ادواردو که توصیه میکنم دوستان جستجو کنن تو اینترنت تحت عنوان شهید ادواردو، این مستند رو میتونن ببینن، به زبان‌های مختلف هم موجود هست، اگه ندیدید حتما وقت بذارید ببینید.
ارزیابی کرده بودن درآمد این خانواده سالانه 60 میلیارد دلار بوده، از بودجه کشور بیشتر، سه برابر درآمد نفتی ما بوده. امکانات او فراتر از آرزوهای هر کسی بوده، آرزوهای ما و دیگران. من کسی سراغ ندارم مثلا تو ایران که بگه ای کاش نفت ایران مال من بود. بله. خب ای کاش مثلا من درآمدم روزی 2-3 تن طلا بود. من یه دفعه محاسبه کردم درآمد این خانواده روزانه معادل 2-3 تن طلا. ایران از معادن طلای متعددی که تو کشور داره سالی 2 تن خورده طلا استخراج میکنه، یه همچین ثروتی. و وقتی اون متولد شد به او به عنوان کسی نگاه میکردن که قراره بشه جانشینه، یعنی وارثه، یعنی از اون لحظه تولدش مورد توجه رسانه‌ها بود، هر جا بره فیلم بگیرن عکس بگیرن پخش بکنن. پدرش مسیح کاتولیک، سناتور مادام العمر، فیات هم بیش از 100 ساله که قدیمیه، کارخونه قدیمیه، آره، ایجاد شده. مادرش هم یک یهودی صهیونیست، از خاندانهای شاهزاده های به اصطلاح قدیم ایتالیا. پس پدر مسیحیه، مادر یهودیه، ادواردو هست و یه خاطر خواهر کوچکتر از خودش، یعنی ارث قرار به اینا برسه و ادواردو قرار بشه مالک و مدیر این مجموعه. این مجموعه اینقدر تو ایتالیا اثر داره که نمیتونیم حدی براش قائل باشیم. اینطوری من به شما بگم، اینایی که رئیس جمهور میشن، نخست وزیر میشن، وزیر میشن، جز آرزوهاشون و برنامه‌هاشون این هست که وقتی از اون سمت میرن کنار، بلکه بتونن تو شرکت پدر ادواردو مثلا جایی استخدام، مسئولیت بگیرن، مسئولیت بگیرن. این اونقدر مهمه. میگن خروشچف اومده بود مکزیک، رفته بود مکزیک، حالا با رئیس جمهور و اینا ملاقات داشت، ولی برمیگرده میگه مهمترین ملاقات من با آقای آنیلی بوده، رهبر اتحاد جماهیر شوروی. بله. اون زمان. و فیات توی روسیه هم کارخونه داره. بله، نیکیتا خروشچف که اون موقع تو دهه 1960 شد صدر هیئت رئیسه شوروی، ظاهرا وقتی رفتن اونجا با کمپانی فیات صحبت کردن، این ماشین لادا که در لهستان و در شوروی بعدن تولید میشد، مدلش مدل همون فیات ایتالیایی بود. آره. حالا خیلی جاهای دیگه هم دارن. حالا من سراغ ندارم کسی تو ایران، مثلا میگن که آقا کاش ما یه حساب پرپول داشتیم، ولی کسی بگه من دوست دارم چند تا بانک مال من باشه. اینا که اهل قلم هم میگن اگه ما یه ستونی، یه فضایی توی روزنامه ای، مجله ای میداشتیم، حالا مجله معتبری بود، خیلی خوب، اونا چند تا روزنامه داشتیم. خیلی هستن میگن ای کاش ما یه روز بتونیم بریم مثلا فوتبال یوونتوس رو نزدیک ببینیم، یا یکی از اون فوتبالیستاش بیاد یه امضا بده، یا اینکه فوتبالیستای ما آرزو کنن برن تو یوونتوس بازی کنن، یا برن یوونتوس بازی کنن. این فیلمی که از مستند ادواردو نمایش دادن، یه نیمه ادواردو رفته بود اونجا، بعد از نیمه اول میاد بیرون، میگن خب شما چرا اومدی؟ گفت من اومدم که با اومدنم اعضای تیم روحیه بگیرن. یعنی اونا وقتی میبینن ادوارد اومده روحیه میگیرن. یه همچین آدمی، مثلا بعضیا میگن آقا کاش ما یه مثلا لباس آخرین سیستم مد ایتالیا داشتیم. اینا مؤسسه مد و لباس داشتن. مثلا اگر ایشون زور هوس فرض کنید خاویار میکرد، زنگ میزد مثلا از خارج براش خاویار رو با هلیکوپتر یا هر چیزی میورد. هلیکوپتر سازی هم داشتن، قطار رو، تراکتور و کامیون و اتوبوس و همه اینها. بله. اما این جوون 20 سالش که بود، اولا میره توی دانشگاه پرینستون ادیان میخونه. تو آمریکا. تو آمریکا. پرینستون یکی از مهمترین دانشگاه‌های اونجا. بله. و گرانترینش. حالا چرا میره رشته ادیان میخونه؟ البته دکترا اقتصاد من دیروز فهمیدم که داره. قبلش نمیدونستم. دو تا دکترا داره. هم دکترا ادیان دارم. چرا رفت سراغ ادیان؟ به نظر من یه دلیلش این بود که پدرش مسیحی بود و مادرش هم بودی، می‌خواست تقابل این دوتا دین رو، اختلافاشون رو ببینه. خب مسیحی‌ها حضرت مسیح علیه السلام رو تا خدایی میبرن بالا، میگن خدا سه تاست، پدر، پسر، روح القدس. مسیح هم خدای پسر است. یهودی‌ها هیچ اعتقادی به معجزه برای حضرت مریم سلام الله علیها و مسیح ندارن. اینکه آقا ایشون پدر نداشت، میگن نه حضرت مریم دروغ گفته.
مسیح علیه بالله فرزند گناهه. حالا کلیساهای اونجا بزرگ می نویسن مریم مادر خدا، چون مسیح خداست، مریم هم مادرش میشه مادر خدا. بالاخره این خداست یا محصول گناهه، نمیشه که هر دو جمع بشه این دو تا. شاید اگر هر دو پدر مادرش مسیحی بودن یا هر پدر مادرش هر دو یهودی بودن نمیرفت دنبال گشتن حقیقت. بالاخره نمیشه. خیلی چیزا هم هست که تو مسیحیت هست، یهودیت که جای خود، مسیحیت هم هست که تحریف شده، هم تو انجیل هم تو باورهای کلیسا، که باورش سخته. یعنی اگر عقل بیاد به میدون کسی بخواد تعقل بکنه تو قضیه نمیتونه بپذیره. فراوون داره. لذا کلیسا چی میگه؟ کلیسا میاد میگه عقل و استدلال بزرگترین دشمنی است که ایمان به خودش دیده. حالا برعکس اسلام که هی دعوت میکنه به تعقل و تفکر و حدیث نبوی که داریم که یک ساعت تفکر بالاتر است از 70 سال عبادت. اونا میگن اصلا سردر کلیسا مینویسن استدلال بزرگترین دشمنی است که ایمان به خودش دیده. من میخوام فکر نکنه، چون اگه کسی عقل رو به کار بگیره نمیتونه اون چیزا رو بپذیره، اون انحرافات و اون نکاتی که اینقدر به اصطلاح سخیفه تو بعضی از مفاهیم. خیلی سخیفه. حالا اگه فرصت شد من میگم، مثلا من خودم مکزیک سفیر بودم، چند صد نفر با صحبت ما مسلمان شدن، گاهی تو یکی دو ساعت سه ساعت صحبت مسلمان میشدن. بله. چون اینا هی به خودشون فشار میوردن که فکر نکنن، ولی بالاخره سوال براشون ایجاد میشد دیگه، بعد پاسخاشو تو اسلام دیدن. لذا یکی از تو این برنامه از من پرسیدن که خیلی سخت افراد مسلمان بشن، گفتم نه جواب خیلی ساده است، کافیه بپذیرن، فکر بکنن، عقلشون رو به کار بگیرن و تسلیم این فکر بشن و مقایسه کنن، بپذیرن. حالا مقایسهش کار سختی هم نیست. حالا من یه نمونه بگم. خب مسیحی‌ها معتقدن که همه ابنای بشر گناهکار به دنیا میان. بله. جاشون جهنمه. گناه نخستین. آره. بهش میگن گناه اولیه و نخستین. این گناهی است که از آدم و حوا منتقل شده به همه. اینا وارد بهش نمیتونن بشن الا اینکه کشیش بیاد غسل تعمید بدهد. بله. اسلام چی میگه؟ ما حدیث داریم میگه ارزش تو بهشت، خودت رو به بهشت نفروش. بله. خدا ما رو آفریده که بریم بهشت، مگر اینکه ما خودمون مسیر رو تغییر بدیم. بله. این اون میگه بچه‌ای که تو رحم مادرش هم هست یا این بچه شیرخواره گناهکاره. ما میگیم اگه بچه فرزند گناه هم باشه، بچه بیگناه، بچه چه تقصیری کرده؟ اصلا میدونه آدم هوا کیه؟ خب اینو شما بذار تو کفه ترازو. یعنی پذیرش حقانیت اسلام کار سختی نیست. این غسل تعمیدی که تو کلیسا رسم و انجام میدن و اینا، همین فلسفهش همینه. بله. که حالا خیلی چیزای دیگه شبیه این هست که غیر منطقی است. یا مثلا تو انجیل از قول حضرت مسیح علیه السلام اومده که اگر به تو سیلی زدن، اون گونت هم بیار یکی دیگه بزنن. نقطه مقابل. خب بر اساس این کلیساها که خودشون پیشرو پیش قراول استعمار بودن تو آمریکای لاتین و یا هر جایی، بر اساس این بند از انجیل که به نظر ما تحریف شده، میگن پذیرش ظلم نشانه ایمان به خداست. حالا اسلام چی میگه؟ ما حدیث نبوی داریم میفرماید که دفاع از مظلوم در حضور جابر خونریز نشانه ایمان به خداست، جایی که جون خودت هم در خطره. یا امام علیه السلام میفرمایند که کسی که ظلم رو بپذیره شریک ظالم است. بله. ببینید اصلا اینا رو وقتی اصلا فرموده کونه لظالمه خصمن و للمظلومه اونا. بله. حالا این اینا رو بذارید بغل هم، این چیزایی که ما بارها شنیدیم از بچگی تو منبر و این برابر شنیدیم برام عادیه، اونجا خیلی عجیبه. من با 10 20 آیه و حدیث میگفتم اینا مسلمان میشدن. کیا؟ مثلا رؤسای سازمان‌های فمینیستی، اساتید دانشگاه، از حزب کمونیستش، از نمیدونم احزاب مختلفش. ادواردو چطور شد مسلمان شد؟ خودش برای من تعریف کرد، گفت من 20 سالم بود، 4 سال قبل از انقلاب. تو قبل از انقلاب هنوز خبری از انقلاب اسلامی امام تویش رسانه‌ای نبود، منعکس نمی‌شد. میگه رفته بودم کتابخونه دانشگاه، مثلا کتابا رو نگاه می‌کرده، یه ورقی می‌زده، یه چند جمله‌ای می‌خونه که بعد یکیشو انتخاب کنه، وقت بذاره بره بخونه. میگه چشم خورد به قرآن، کنجکاو شدم، برداشتم چند تا آیه‌شو که خوندم فهمیدم این نمیتونه کلام بشر باشه. با کلام انجیل و تورات آشناست، با کلام بشر هم آشناست دیگه. قرآن رو گرفتم، خوندم و مسلمان شدم.
یعنی تصمیم بدون اینکه کسی سراغ او بره، بدون اینکه او نیاز به مشورت احساس بکنه، تصمیم میگیره مسلمان بشه، میره مرکز اسلام میگه میخوام مسلمان بشم. حالا یه همچین فردی وقتی تربیت میکنن که بتونه تصمیمات بزرگ بگیره، کسی قرار بیاد در رأس اون مجموعه بزرگ که تو همه احزاب و دولت‌ها اینا صاحب نقشن، یک شخصیت بزرگ، یک تراست و کارتل عظیم تو کشور ایتالیاست که نفوذ تو کشور دیگه هم داره. داره مثلا کیسینجر وقتی میرفت ایتالیا میرفت مهمون بابای این بود، یا سران خیلی کشورها اونجا با پدر این رابطه داشتن. حالا یا آقای عبداللهی که بعد از اینکه ما برگشتیم مرتبطش کردیم با ادواردو، مثلا 61 برگشتم، میگفتش که مثلا رئیس جمهور از اون وقت ملاقات میخواد، میگه وقت ندارم. او اصرار میکنه، میگه باشه بیا، من از این شهر دارم میرم اون شهر، شما میتونی با هم بیای تو ماشین صحبت میکنن. اسکورت رئیس جمهور پشت سر اسکورت بابای این پدر ادواردو، بعد پدر ادواردو از این عصبانی میشه، از ماشین میندازیش بیرون. این همچین موقعی داشتن. عرض کردم ادواردو امکاناتش فراتر از آرزوهای دیگران بود. حالا معمولا جوانایی آرزو میکنن اگه من یه ماشین چی داشتم، فراری داشتم، خونه داشتم، یه مازراتی داشتم، حالا مثلا یه بنز اگه داشتم، یه چیمی داشتم، یه حساب، اینا آرزوه. تلاش میکنه برسه بهش. بعد اگر رسید، گاهی عمرشون تلف میشه، تموم میشه و نرسیدن. اگر رسید میبینه نه، این خوشبختی که میخواست این نیست، بیشترش میخواد. همینطوری میره دنبال این سراب ثروت، در جستجوی خوشبختی میره، ولی هیچ وقت به ادواردو نمیرسه. ادواردو در جایی قرار داشت فوق سرابی که دیگران داشتن، در قله قرار داشت و دیگران رو از اون قله نگاه میکرد. ممکن نفر بگه عجب تپه بزرگی، ولی این نفر که مثلا رفته فرض کنید روی کوه دماوند، سر قله دماوند، این تپه براش کوچیک به نظر میاد. بله. و میگفت مثلا متاسف بود از اینکه میگفت ارزش انسان ها، این روی مسابقه گفته بود، ارزش انسان ها تو جوامع غربی از جمله ایتالیا به اندازه موجودی حساب بانکشونه. افرادی که برای دیگران عزیز بودن از دید او خیلی هاشون حقیر بودن، ولی به خاطر ثروتی که داشتن مورد احترام جامعه بودن، مورد آرزوی خیلی ها بودن. متاسفانه الان تو جامعه ما هم بین بعضی از اقشار جامعه این فرهنگ هست. بله. خب پس ادواردو جایی بود که دیگران حتی آرزوشون به اونجا نمیرسید و میدونست این خوشبختی نیست. میدید دور و بعد شدی و دنبال خوشبختی میگشت و دنبال حقیقت میگشت که اسلام رو پیدا کرد. من معتقدم این نامه‌ای که مقام معظم رهبری نوشتن به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و توصیه کردن قرآن رو بخون، واقعا اگر غربی‌ها و خیلی کسای دیگه صادقانه دنبال حقیقت باشن و برن قرآن بخونن، اصلا اینا پیدا میکنن. اصلا این اسلام هراسی که تو غرب هست به خاطر همین نگرانی است. بله. اگه بره قرآن بخونه جذب میشه و نباید جذب بشه. باید قبلا مردم رو به یه قضاوت علیه اسلام برسونن که کنجکاو نشه ببینه اسلام چی میگه. ببین الان مثلا اگه به من بگن آقا یه کتاب قطوری هست یا یه کتابی هست، مثلا فرض کنید حجم قرآن بلا تشبیه، میخواد ثابت بکنه که بت خداست، من اصلا اینو وقت نمیذارم بخونم. من وقت بذارم یه چیز باطل رو بخواد طرف اثبات بکنه. اونا میخوان یه همچین نگاهی نسبت به قرآن پیدا بشه، یه پیشفرضی رو القا کنه که دیگه نره طرف کنکاو نشود. من معتقدم کل اسلام هراسی بابت اینه، وگرنه اگر فکر میکنن اسلام بعد از چه نمیذارن اسلام مطرح بشه. توی آلمان مسلمان ها تصمیم گرفتن بعد از اهانتی که سلمان رشدی کرد به هر خانواده آلمانی یه قرآن هدیه بدن. دولت آلمان دستور داد به پست که این کتابا رو منتقل قرآن رو به من توضیح نکنید. این آلمانی که این همه مجلات و نشریات و کتابای مستجن هست، چرا از یک کتاب 1400 سال پیش میترسن؟ اونایی که تصمیم میگیرن میدونن چی، بله. مردم نمیدونن. به هر حال این آدم که اونا رو میشناخت حقانیت اسلام رو دونست و براش روشن بود، اینطور که برای گالیله گرد بودن زمین محرز بود و برای ما که الان مثلا
فیلمشو از فیلم کره زمین و از آسمون, آسمون دیدیم که گرد میچرخه. بدیهیه دیگه برای ما. دیگه برای ما بدیه. اون حقانیت اسلام براش اینطوری بدیهی شده بود. یعنی او سوار بر قله ایمان بود و قله ایمان بالاتر از اون قله ثروت بود. احسن. این خیلی مهمه. حالا از وقتی که مسلمان شد خیلی تلاش کردن که برش کرد. منصرفش کنن و برش کردن. برش کردن. اول فکر می‌کنه حالا جوونه یکم بگذره برمیگرده، ولی روز به روز محکم‌تر می‌شد. هرچی مطالعاتش راجع به اسلام بیشتر می‌شد، محکم‌تر می‌شد. تا اینکه ما بنده که مولانا رایزن مطبوعاتی بودم یه میزگردی داشتم 24 فروردین 59 در شبکه دو ایتالیا، دو سال بعد از انقلاب. آره نه دو سال هم نمیشه دیگه، یک سال خورده، یک سال و مثلا دو سه ماه، یک سال دو ماه، یک سال سه ماه. آره رایزن مطبوعاتی بودم، من بودم مسئولین مطبوعاتی سفارتخانه‌های آمریکا و عراق بودن، هنوز جنگ شروع نشده بود ولی این بمبگذاری‌ها اینا انجام میشد توسط عراق و موضوع گروگان‌ها بود. ناوهای آمریکایی تو خلیج فارس آرایش تهاجمی گرفته بودن، هر آن رسانه‌ها احتمال می‌دادن ممکنه آمریکا حمله کنه به ایران. بله البته من گفتم حاضر نیستم با دیپلمات‌های اونا بشینم، اما اگه به عنوان خبرنگار بیان مشکلی ندارم. همون موقعی بود که چند روز بعد از این به اصطلاح مصاحبه شما آمریکایی‌ها توی طبس اومدن و شکست خوردن. تقریبا یه یکی دو هفته بعدش. تاریخ طبس نمیدونم که اون 5 اردیبهشت بود. یعنی در واقع میشه 59. بله. یعنی نسبت به اون خیلی شما تقریبا آره. اونم پیشبینی ما بعدش دیگه. امام نه کمتر. بله. من مناظرم رو اینطوری شروع کردم: به نام خداوند قوی تر از ناوهای آمریکا. Nel nome di Dio più potente di flotte americane. که خیلی اونجا انعکاس داشت. اصلا این جو بعد با صحبت های دیگه پیروز مطلق قضیه ما بودیم. ادوارد هم که خب مسلمان شده بود اخبار انقلاب رو دنبال میکرده. دنبال میکرده و امام هم تو اون صحنه ها میدید، احساس میکرد که امام همون فرد صالحی است که قرآن ازش نام برده بود. این برنامه هم دیده بود و خوشش اومده بود. حالا یه شنبه بود، یه شنبه بعد میاد رزیدانس اقامتگاه ما اونجا و در میزنه با یه موتور گازی، این گازی کهنه هم میاد. پسر ثروتمندترین فرد داخل ایتالیا با یک موتور گازی اومده. آره که گرونترین ماشین های دنیا هم فراری هم تولید میکنه. بعد درمو میگه که یه جوانی اومده میخواد شما رو ببینه. منم همیشه شنبه و یه شنبه هم اونجا روزه تعطیله کار میکردم، نمونش همون هفته قبلش. اون روزو گشته بودم برای رسیدگی به کارهای خانواده، گفتم سلام منو برسونید بگید که فردا بیاد سفارت. اون نمیخواست بیاد سفارت که شناخته نشه. بعد دوباره زنگ میزنه میگه این جوان میگه به قدیری بگید خداوند هر در بسته ای را میگشاید. که میگم در واقع این میره میبینه میشه و خلاصه معرفی میکنه من ادوارد آنیلی هستم. با اون آنیلی نسبت دارید اصلا انتظار جواب مثبت نداشتم. این کجا اونا کجا؟ گفت بله من پسرشم. اگه پسرشی بس این موتوره چیه؟ گفت این مال درمون خونمونه، من خواستم شناخته نشم با این اومدم. که دیگه ما اونجا گفت برنامه شما رو دیدم و خیلی خوشم اومد و میخوام با هم دوست بشیم. 6 ماه از من جوان‌تر بود. در حالی که 4 سال قبل از انقلاب مسلمان شده بود، یعنی 5 سال خورده ای قبلش این مسلمان شده بود. دیگه ما رفیق شدیم و 2-3 جلسه دیگه هم باش باشم راجع به تشیع گفتم شیعه شد. و یه زمانی که آقای فخرالدین نجازی اومده بود میره باش ملاقات میکنه، میگه من شما میخوام که ترتیب دیدار من با امام رو بده. اونم میپذیره و حالا من خیلی خلاصه دارم میگم میرم. بالاخره 7 فروردین 1360 یعنی سال بعد، یک سال بعد دقیقا، تقریبا یک سال بعد ملاقات با امام داشت. حالا یک دوستی چند روز پیش من میگفتش که وقتی همراهش بود گفت رفت جلو امام نشست دو زانو و دست امامو گرفت. گفتم چیزی هم گفت؟ گفت نه هیچی نگفت. دست امامو که گرفت امام کشیدش طرف خودش و پیشونوش بوس کرد. حالا یه خبرنگار ایتالیایی به نام ایگورمن که الان دیگه حتماً فوت کرده یه برنامه با این داشته گفت بود من احساس کردم این تو دیدار با امام خمینی سحر شده بود. یعنی قدرت تکلمش هم با امام اونجا از دست داده بود. از دست داده بود حالا با اطلاعاتی که بعدم داره. از اونجا میره صف اول نماز جمعه. قبل از نماز جمعه هم
تو اتاق که امام جمعه منتظر میمونه دانشگاه تهران، میگه حضرت آقا اونجا بود، ایشون هم بود، خلاصه یه گپی و صحبتی اونجا کردن، عکس هم گرفتن. ما عکسی کردن هستش که تو نماز جمعه نشسته. اینو ما بعدن بعد از چیز گیر آوردیم، بعدن گیر آوردیم، ولی هنوز عکس رو گیر نیوردیم. من همینجا تقاضا میکنم اگه کسی دسترسی داره عکسی که حضرت آقا اون روز امام جمعه بودن و تو اتاق که ادوارد آنیلی با آقا جلسه داشتن. آره میگفتن عکاس هم بوده، عکس گرفته، عکس گرفته. باید بگردیم اون عکس هم پیدا بکنیم. به هر حال او حالا بعضی میخوان پیازداغش رو داغ کنن، میگن اون بعد از مطالعات خیلی پیش گسترده و فلان و اینا به اسلام اومد. نه، اون با چند تا آیه فهمید بله اسلام برحبه، فطرتش هماهنگ بود. یعنی این اتفاق مهمتره. بله. شما مثلا یه نفر چهرهشو ببینی بفهمی این خوبه بده کیه چیه، از چهره تشخیص بدی، تو اینکه بری کل پرونده هاشو بررسی کنی. نه، در کلامتون این چارچوب اینه که ما یک قرآن درون داریم که اسمش فطرته، یک قرآن بیرون داریم همینیست که وحی شده به پیامبر، یک عقل درون داریم که عقل ماست، یک عقل بیرون داریم که وجود نازنین حضرته، یعنی پیامبر جلیل القدر اسلام. آدمایی که فطرتشون پاک باشه به قول شما با دو تا سه تا آیه هم فطرت خودشون که در واقع اون قرآن درونشونه فعال میشه، یعنی در واقع گویا میشه، نطقشون باز میشه. اینه که این خیلی فرق میکنه با اینکه من میخوام یه نظریه فلسفی یک فیلسوف رو بشناسم، باید برم بشینم دیدگاه های اینا رو با هم تطبیق کنم تا ببینم کدوم درست میگه، چون اون فیلسوف حرفی میزنه که در درون من سیستم عاملش نیست، ولی سیستم عامل قرآن یعنی فطرت در درون تک تک ما نهادینه شده. ما درونمون یه ویندوزی داریم به نام فطرت که این ویندوز همون قرآنه و انطباق این ویندوز با هم اینجوریه. شهید ادوارد آنیلی نوع اسلام آوردنش فطری بوده، یعنی واکنش فطری، فطرتاً به این مسائل واکنشش داده، دیده این دوتاش خیلی با هم منطبقه، فطرتش با قرآن. حالا جالبه، او چون مادرش یهودی صهیونیست بود، از نظر یهودی ها یهودیت از مادر منتقل میشه، پس ادواردو یه یهودی محسوب میشود از نظر یهودی ها و بالاخره ایدئال بوده دیگه. البته جالبه که تو کتاب تلمود که کتاب شریعت یا فقهی یهودی هاست، میگه زن یهودی حق نداره با غیر یهودی ازدواج بکنه. یه استثناء قائل میشه به استثناء با صاحبان قدرت و ثروت، که همیشه در تاریخ یهود یک فرهنگه. آره. از این زنه که توی زمان خشایارشا، همین که الان قبرش تو همدانه، استر که میارن تو دربار شاه ایران، که از اونجا وارد میشن تا این فرهنگ که دیگه الان به عنوان یک دیرینگونه در آثار هنری یهود هست، که همیشه مثلا خود دختر مدیچی دیگه، کاترین دو مدیچی رو خانواده مدیچی از ایتالیا میفرستن تو دربار به اصطلاح شاهان فرانسه، اصلا یک سنت در مدل اینا. حالا من یه چند روز پیش خوندم که ما بن سلمان از مادر یهودیه. بله. اسرائیلیا گفته بودن. شنیدم، توی خبرها دیدم. حالا اینا میرن ازدواج میکنن که نتیجهش بشه فرزندی که به اصطلاح وارث بشه و اونجا رو داشته باشه. و از زمانی که این فرد وارد این زن یهودی با یه صاحب قدرت و ثروت ازدواج میکنه، مرگ و میر هم تو اون خانواده شروع میشه. به نحوی که سهم ارث این فقط این بمونه. حالا عموی ادواردو چی شد فوت کرد؟ من به نظرم برنامه بوده. اینا با نقشه این کارو میکنن. مثلا نوه الیزابت ملکه انگلستان با یه دختر یهودی ازدواج کرد و بچه دارن، خیلی هم تبلیغ کردن رسانه های چیز. از زمانی که این ازدواج کرده شروع کردن رسانه های انگلیسی که خیلی هم تحت تاثیر صهیونیست ها هستن یا مال اونا هستن، فرزندان ملکه رو خراب میکنه. بله. اینقدر تخریب میکنه و شروع کردن گفتن باید از ملکه مستقیم بیاد به نوه، به این پسری که با دختر یهودی یهودی مادر یهودی داره. آره. حالا جالبه که اگه مثلا بخواد این سلسله ادامه پیدا کنه که اونجا این اتفاق نیفته، بعد پسر همین نوهه که به دنیا اومده اون باید بشه پادشاه دیگه. بله. در آینده یه پادشاه یهودی زاده، یه یهودی، اون وقت رئیس کلیسای انگلیکان رو پادشاه منصوب میکنه، یک یهودی منصوب یهودی باید رئیس کلیسای رو منصوب کنه که معتقده که
مسیح العیاذ بالله حلال فرزند گناهه. بله. خیلی اونجا ما را چیزای جالبی هست. خیلی جای این اتفاق تاریخ افتاده. به هر حال ادواردو رو تحت فشار میذارن که برگرده. من باز اواخر از طریق آقای عبداللهی متوجه شدم که 10 سال آخر عمرش تو خونه زندانی بوده. نمیذاشتن بیرون بره. حتی دربون گفته بود حالا اگه خواست بره چیکار کنم؟ گفته بودن اگر خواست بره میتونی بزنیش، نزنی. به زورم جلوشو باید بگیری. خیلی تحت فشارش میذارن دست از اسلام بکشه، ولی نمیتونه دست از اسلام بکشه. نمیشه. خیلی هم تلاش میکنه به این ثروت برسه. حقشو بگیره دیگه. ولی وقتی متوجه میشه که دیگه هیچ راهی نداره، یعنی دیگه ثروتو نمیتونه به دست بیاره مگر اینکه اسلام بذاره کنار، تصمیم میگیره بیاد قم طلبه بشه. همین جامعة المصطفی مثلا. که دیگه امانش نمیدن و شهیدش میکنن. خودش به من گفته بود که برای قتل من اقدام میکنن. اما نمیگن کشتیمش. یا میگن خودکشی کرد. اصلا. یا مریض شد یا توی سانحه. حالا جالبه. شوهر خواهرش از سران صهیونیستا بوده. و بچه‌هاش هم طبیعتا صهیونیست. مادر یهودی. دامادشون هم یهودی صهیونیست. چند تا هم پسر داشتن و بعد البته دختر اختلاف پیدا میکنه، میره با یه مسیحی ازدواج میکنه، از شاهزاده های روسیه قدیم. از اون هم چند تا دختر داشته، از این چند تا پسر. اینا وقتی با اینا ازدواج میکنن، هرکی با این ثروت دختر ثروتمند ازدواج میکنه، همینجوری بچه میاره پسر، یعنی که وارثانشون که وارثان خودشون دار از بله. الان همین کوشنر داماد ترامپ که شوهر ایوانکاست، الان ایوانکا نمیدونم 3 تا بچه داره، چند تا داره، 3-4 تا، یعنی فعلا. آره، چون ترامپ یه ثروت بالایی داره، ثروت از طریق ایوانکا بخواد منتقل بشه، چون 2-3 تا پسرای ترامپ بیورزن. کوشنر داماد یهودیش 3-4 تا مثلا الان بچه داره از ایوانکا که اینا میشن وارثین اصلی ثروت ترامپ 73-4 ساله. حالا اینم باید بقیه بچهای ترامپ هم باید احساس خطر کنه از جانب صهیونیست‌ها، چون هر کدومشون حذف بشن سهم ارث دو بچه های ایوانکا بیشتر میشه. از این کارام خیلی راحت میکنن دیگه، چیز نداره. به هر حال حالا وقتی که قبلش تصمیم میگیرن ادواردو مدیر اونجا نباشن، پسرعموی ادواردو رو میذارن جایگزین وارث مدیر اون او هم بر اثر یه سرطان ناشناخته که میگن 1,000,000 نفر یکی ممکنه همچین هست چیزی بگیره، اونم مرد. من معتقدم اونم کشتن، چون اگر اون میموند مدیریت این مجموعه از این با یه مسیحی میشد. اما با مرگ او و شهادت ادواردو این مدیریت دست مسیحا نموند، ثروت هم و مدیریت دست ادواردو مسلمان نبود، همش رسید به صهیونیست. مادره هم سر دختره رو کلا گذاشت، یه امضا ازش گرفت با یه پولی که داد بهش، که بعد دخترم شکایت کرد فایده نداشت، طوری که این ارثه بخواد برسه به یهودی زاده ها، نه اون شوهر دومش مسیحی زاده ها. که دخترم رفت بعدن شکایت کرد، این کلا سرش رفته ولی دیگه فایده نداشت امضا کرد. اینطوری اونجا، یعنی حالا بعضی میگن آزادی در اونجا چی، میگم یکی در حد ادواردو آزاد نیست، میکشه. و یه همچین کودتای بزرگی اقتصادی که البته فقط اقتصادی هم نیست، به خاطر نفوذ سیاسیش، از دست مسیحا خارج میشه، دست مسلمون که حقش بود نمیرسه، میرسه دست یهودیا. هیچ کس هم تو ایتالیا متوجه نمیشه، هیچ کس هم نمیتونه کاری کنه بعدن، حتی دختری که خودش خواهر ادواردو بوده و خودش وارث بوده. آره. ازشون اصلا مادره به خاطر این با برنامه یهودیاس میچینن سر راه اینا، یه سایی بعد تو گوشش اینقدر میخونن تا این ازدواج بکنه. آقای دکتر قدی عبیانی، من یک نکته رو عرض کنم. من 2 سال پیش یه سرفصلی رو درس میدادم در تاریخ رنسانس، در استراتژی تاریخ تریز استراتژیک 500 سال پیش ایتالیا و رنسانس، چگونگی شکل‌گیری رنسانس. خانواده یهودی مدیچی بعد از اینکه یهودی‌ها زورشون نمیرسه، وقتی ترغیب میکنن کشور اروپایی رو در جنگ‌های
صلیبی که برن و مسلمان‌ها رو در امپراتوری عثمانی شکست بدن و فلسطین رو بگیرن. در آخرین جنگ صلیبی که شکست می‌خورن برمیگردن، نزدیکترین جا به عثمانی توی ایتالیا شهر ونیز. خب شما مستظر هستید که خیابوناش پر آب. اونجا یهودی‌ها که تو گیتو بودن، یه جایی بوده که یهودی‌ها مستقر بودن، یهودی‌ها وضع مالی خوبی داشتن، به تاجرای مسیحی ایتالیایی ربا میدادن، همون نیمکتی که اسمش بانکو بوده که بعد میشه همین اساس این بانک امروز. بعد وضعشون خوب میشه، ساختمون میخرن، اسم همون نیمکتا رو میذارن روی ساختمون، میشه ساختمون بانک. با ربا شروع میکنن، میان جلو، میان وسط ایتالیا در شهر فلورانس. در شهر فلورانس، نه خود روم، میان در شهر کوچیکی به نام فلورانس که من اونجا معماری بخوندم. احسنت. تو فلورانس در واقع شما دیگه از نزدیک اون چیزی رو که من دارم روایت میکنم شما خودتون حضوری میشناسید. ببینید، میان تو فلورانس اساس رنسانس رو میذارن. رنسانس چجوری شروع میشه؟ رنسانس که تو دانشگاه های ایران توی هنر، در معماری، در جامعه شناسی و در فلسفه، تاریخ و اقتصاد خیلی خوب تلقی میشه. رنسانس چجوری توسط یهودی‌ها صورت میگیره؟ میخوام بیام یه پلی بزنم بین آنچه که 500 سال پیش در رنسانس اونجا رخ داد با اتفاقات 50-60 سال گذشته در ماجرای ادوارد آنیلی و شهادتش در 20 سال قبل. اینکه توضیحی که شما فرمودید که چطور یک فرد در واقع مسلمان، تازه مسلمان شده ای، از یک خانواده بسیار میلیاردر در کشور ایتالیا چطور مسلمان و مسیحیشون رو حذف کردن همه چیز دست صهیونیستا بمونه. ایتالیا 500 سال پیش اینجوری افتاد دست خانواده مدیچی. این خانواده مدیچی یهودی اومدن گفتن که ما مسیحی شدیم، دروغ میگفتن، مسیحی نشده بودن، یهودی بودن، اومدن شهر ونیز رو گرفت، شهر فلورانس مستقر شدن، با حکومت محلی درگیر شدن و خیلی هوشمندانه بانک ایجاد کردن اونجا. از طریق این بانک به پاپ توی روم وام میدادن، پاپ رو وامدار خودشون کردن و رباخار کردن. پاپ وجوهات شرعی که از سراسر دنیا، سراسر کشور اروپایی جمع میشد رو میریخت تو خزینه‌اش. اینا رفتن گفتن ما میشیم خزانه دار تو. پولهای پاپ رو گرفتن تو دست خودشون، از پولهای پاپ ربا میدادن به مردم و تجار مسیحی. خوب که کلیسای واتیکان رو آلوده کردن به ربا، رباخار کردن، اقتصاد اروپا رو دست گرفتن، شعبه بانکشون رو در همه کشورهای اروپایی گسترش دادن، هم در ایتالیا، دولت شهرهای ایتالیا، هم در سراسر اروپا. کار دومی که کردن، یک سری هنرمندان معماری، مجسمه سازی و نقاشی در سه حوزه معماری، مجسمه سازی و نقاشی بودن که اینا مغضوب کلیسا بودن، هم جنس باز بودن، فاسد بودن، هر مشکلی داشتن، مثل دوناتلو، مثل میکلانج، مثل لئوناردو داوینچی. اینا رو خانواده مدیچی پول داد، جمعشون کرد، به اینا پول داد، گفت بیاید مجسمه های برهنه درست کنید، مجسمه برهنه حضرت داوود. کلیسای عظیم فلورانس رو ساختند وسط شهر فلورانس، بعد داخلش تابلوهای نقاشی مثلا برهنه این ملائکه و انبیای برهنه. آمدن حضرت مسیح رو برهنه میکشه، فقط یه پارچه جلوش. یعنی آمدن چه کار کردن؟ اولین کاری که کردن تز جدایی دین از اقتصاد، تز جدایی دین از اقتصاد، اقتصاد رو بردن ضد دینی کردن، ربوی کردن. بعد اومدن تز جدایی فرهنگ و دین از فرهنگ و اخلاق، فرهنگ و اخلاق هم از دین جدا کردن. یک معماری فاسد، یک مجسم سازی و پیکرتراشی فاسد و یک نقاشی فاسد. فقط چون مجسمه حضرت داوود بود، مسیحی که حضرت داوود رو قبول داره، نمیدونست چه کار کنه. حالا پیامبرشون برهنه، یک مسیحی معتقدی که حالا این ابنای کلیسا یا ملائکه اینا رو میدید روی دیوار کشیدن برهنه، نمیدونست چه کار کنه. تز جدایی دین از اقتصاد در عمل تبدیل شد به تز جدایی فرهنگ و اخلاق از دین، از فرهنگ و اخلاق. کار سوم انجام دادن، اینا گفتن خب ما که اینقدر وضعمون خوب شده، چرا هر دفعه پاپ میخواد انتخاب بشه باید بدنمون بلرزه که پاپ بعدی نیاد کار از دست ما در بیاره؟ آمدن دو تا از بچه‌هاشون رو فرستادن توی واتیکان، دو تا از پاپ‌ها در تاریخ پاپ‌ها، یکیشون پاپ لئو، یکی هم پاپ کلمنت، اینا یهودی بودن. یعنی دو تا پاپ، پاپ لئو، پاپ کلمنت، از خانواده مدیچی، بچه‌های مدیچیا رفتن از فلورانس توی روم و در واتیکان مستقر شدن. پس دو نفر از پاپ‌های اصلی یهودی بودن.
آمدن چیکار کردن؟ یکی از دختراشون رو فرستادن تو دربار شاه فرانسه، همون کاترین دو مدیچی که اساس اون جنگ مذهبی 30 ساله رو ایجاد کرد. کاتولیکا و پروتستان های نو مذهب رو انداخت به جون هم، چون پروتستان هایی که تو شمال اروپا شروع کرده بودن کارشون ها متأثر از اندیشه مارتین لوتر متوجه خطر یهود شده بودن و برای اینکه اونا رو خونسا کنن مسیحی های کاتولیک رو از فرانسه انداختن به جون اونا، کشت و کشتار عظیم. چقدر حرفه‌ای عمل کردن. حالا دیگه موقعی بود که تو فلورانس دور حکومت دست خودشون بود. این یک وزیری بود، یک کسی بود دستیار امور سیاسی بود، خیلی جاه طلب بود، به اسم ماکیاولی. نیکولو ماکیاولی رو مدیچی صدا کرد، یه پول کلانی بهش داد. این یک کتابی نوشت به نام شهریار که این کتاب اساس علوم سیاسی دوره جدید، یعنی علوم سیاسی و عمله بود. و عمله بود. اصلا هر کس علوم سیاسی میخونه اینو به اصطلاح میخونه و جلو میاد. مدیچی آمد تز جدایی دین از اقتصاد، تز جدایی دین از فرهنگ، تز جدایی دین از سیاست رو در سه دوره در فاصله 100 سال در فلورانس ایتالیا نهادینه کرد. از اونجا رنسانس شروع شد در معماری، در موسیقی، در شعر، در سیاست، در اقتصاد، در چیزی که بعداً اسمش شد بانکداری. و این به بقیه اروپا سرایت کرد. خانواده مدیچی کارشون در شرق اروپا تمام شد. یه خانواده یهودی دیگر رو فرستادن در انگلیس به نام خانواده روتشایلد ها. این خانواده روتشایلد ها رفتن از اونجا از غرب اروپا شروع کردن اومدن جلو. بعد که دیگه آمریکا رو رفتن، همین یهودی به نام کریستوف کولومب بلند شد رفت و کشور قاره سرخپوستا رو گرفتن، گفتن اینجا رو کشف کردیم، سرخپوستا رو نابود کردن، سرزمین آمریکا رو به وجود آوردن و بین دریایی که بین اروپا و آمریکا بود رو اسمش رو گذاشتن آتلانتیک. آتلانتیک همون آتلانتیس گم شده افلاطون بود که آتلانتیس گم شده همون سرزمین موعود یهوده. و تونستن توی 500 سال یک بست تمدنی بدن. حالا در ایتالیایی که خانواده مدیچی بذر رنسانس رو اونجا کاشت و به دروغ اومد گفتش که مسیحی شده و تا جایی تو مسیحیت جلو رفتن که پاپ فرستادن. یه موقع من توی قم یه سخنرانی داشتم میگفتم آقا اینا اگر 4 روز دیگه اومدن مرجع تقلید تو قم تربیت کردن تعجب نکنید، اینا پاپ توی واتیکان فرستادن که تربیت نکرده باشه. حالا ببینید این نکته خیلی مهمیه که ما الان فرض کنید میبینیم که شهید ادواردو آنیلی رو چجوری حذفش میکنن که یک ثروت عظیمی که مثلا درآمدشون به قول شما 60 میلیارد دلار بوده، یک خانواده عظیم اینجوری رو، این جوان رو به شهادت میرسونن، خواهرش رو کنار میزنن و یهودی ها رو مثل بختک روی ثروت اینا افتادن. من میخوام اینو بگم که این بختک یهودی ها رو ثروت کل ایتالیا، کل اروپا، کل آمریکا و فراتر از اون ثروت کل جهانه. این ذهنیت رو اگر کسی داشته باشه دیگه گول پدیده‌ای به نام دموکراسی غربی، به نام تئوری‌های رنسانس، به نام به اصطلاح مدرن ساینس و علم مدرن و این سازوکارها رو نمیخوره و متوجه میشه که اینا چجوری جلو رفتن. جالبه که حالا برای سریال مدیچی، برای همین ماجرای مدیچی تعداد زیاد فیلم سینمایی و سریال ساخته بودن. این سریال اخیری که 3 سال پیش نتفلیکس ساخته خیلی زیبا این چارچوب رو نشون میده. این تو 3 فصل قشنگ نشون میده که کدوم فیلم برم؟ سریال مدیچی 3 سال گذشته ساختن. من توی ادوتینمنت و ساینتینمنت به روش تربیت تفریحی با نمایش این سریال اون تاریخ رنسانس رو درس میدادم و به شکل زیبایی آمده قشنگ این خباثت رو نشون داده. هر کس سریال مدیچی رو ببینه که چطور یهودی های مدیچی آنها خودشون رو مسیحی جا زدن و ایتالیا رو گرفتن و روم رو و پاپ رو فاسد کردن، به سادگی میگه خب اگر 500 سال پیش اینجوری بوده توی ایتالیا چیز عجیبی نیست که امروز هم بگیم مثلا اینا نگران بودن که یه ثروت عظیمی بوده. یکی از دختراشون رو فرستادن تو خونه آنیلی ها، شده عروس آنیلی ها و این آنیلی ثروتمند زنش یک یهودی بوده، برای روز مبادای یهود یه دفعه پسرشون که باید از مادر یهودی زاده میشد، پسر بلند شد رفته مسلمان شده، شیعه شده، بلند شد رفته ایران با بنیانگذار جمهوری اسلامی دیدار کرده. این خیلی خطرناکه، باید حذف بشه تو دوره‌ای که در دهه 1980 دیگه در واقع رژیم صهیونیستی می‌خواست به اوج خودش برسه. این یه واقعیتی است که توی
بیان مسئله ما نباید زبانمون لکنت داشته باشه و جوانان ما باید بدونن که گسترش حرکت اینها چه گسترش عجیبی است. چیز عجیبی هم نیست. الان ایران، یهودیای ایرانی که تو آمریکا مستقرن کتابی نوشتن فرزندان استر. و داخل این کتاب که تو ایران ترجمه شده شما ببینید صراحتا میگن ما دروغ میگفتیم که تو ایران میگفتیم ما مسلمانیم. بعد به اسم ها، یعنی مثلا خیلی از بزرگان طوایف یهود به دروغ گفته بودن مسلمان شدیم که الان سنداش آورده شده تو این کتاب. و میگفتن که ما میگفتیم مسلمان شدیم، یه زن مسلمان میگرفتیم یه زن یهودی. اینا نماینده مجلس بودن تو دوره محمد رضا پهلوی و دوره رضا شاه. اینا بزرگان بازار تهران و بازار مشهد و کاشان و جای دیگه بودن. خیلی عجیب، آدم این کتابو میخونه ببینه که اینا چقدر به دروغ قشنگ خودشونو لایه‌های پایین جامعه حل و حزم کردن. اگر کسی این فرزندان استر درباره ایران رو میخونه، اگر همین فرزندان استر درباره ایتالیا نوشته بشه، اونجا دقیقاً این چارچوبا در میاد. لذا این نکته خیلی نکته مهمی است که شما فرمودید که اینا اومدن این به اصطلاح فرد رو حذف کردن، خواهرش هم حذف کردن که چون شوهر دومش مسیحی بوده. این ثروت این خانواده عظیم، چون فقط خود پوله نیست، ارزش افزوده باشگاه یوونتوس، ارزش افزوده یک نظام رسانی عجیبی مثل کوریرو دلا سررا یا موارد دیگه، یا ارزش افزوده کمپانی عظیم فیات. این ارزش افزوده اینا که نهادهای اجتماعی هستن تو نهادسازی، از یه ثروت خام انباشت شده یه گوشه خیلی بیشتره. لذا اینا در دولت سازی ملت سازی شالوده استیت بیلدینگ و نیشن بیلدینگ ایتالیا رو تو دست گرفته بودن، نه صرفا یه ثروت مثلا با ارز 60 میلیارد دلاری اینجوری رو. اینه که زدن شهید ادواردو آنیلی برای اینا یک زدن، یعنی همونطور که زدن حاج قاسم برای جریان صهیونیسم جهانی یک هدف استراتژیک بود، زدن ادواردو آنیلی برای صهیونیسم جهانی یک هدف استراتژیک بود. بله همینطور که فرمودید. ممنونم. اطلاعات بسیار جامعی شما دارید از مسائل مختلف تاریخی و فعلی و پیشبینی های آیندهتون هم ماشاءالله بزرگوارید، لطف دارید. حالا من یه نکته هم بگم. اسپانیا که مثلا قرنها تحت سلطه مسلمان ها بعد کلیسا بود، بله، واتیکان غیر مسلمان ها رو میگه یا مسیحی میشید یا خلاصه دخلتون رو میاریم. غیر مسلمان ها شامل یهودی ها و مسلمان ها بوده. اینها برای اینکه زنده بمونن میان اسم میگن آقا پذیرفتیم، اونطور اونا اعتماد نمیتونستن بکنن به اینا که میگن ما مسیحی شدیم. اینهایی که تازش مثلا مسیحی شده بودن میگن باید به پایان به در ادامه فامیلتون یه ایزد اضافه بشه. از اون ایزده بفهمن که اینا مثلا مسیحی نبودن، مسیحی شدن، تازه مسلمان شدن. مثلا فرناندز، فرناندز. این فرناندز مثلا جدیدن مسیحی شده. آره. لذا من تو مکزیک صحبت میکردم مثلا میدیدم طرف اسمش فرناندیزه، فامیلش رضا. من نمیدونست که این رضا اسم چیه. مثلا نمیدونست که ریشش مسلمون بوده. ریشش مسلمون بوده، چی بوده. و من از همین استفاده میکردم، میگفتم یه همچین از نظر تاریخی این هست. ولی یه نکته هم هست. ببینید مارکس گفته که دین افیون ملت هست. من معتقدم راست میگه. او چه دینی رو میگه؟ به اصطلاح پذیرش ظلم نشانه ایمان به خداست. خب معلومه این افیون توده هاست. افیون توده هاست. نه اسلامی که میگه یک ساعت عدالت بالاتر است از 70 سال عبادت. خیلی خب. و تو همین کتاب تلمود اومده که شما اولا که ما دو جور حیوان داریم. یک همین چهارپایان و اینا، دو حیوانات ناطق، غیر یهودی ها حیوان ناطقه. نطفه شون حکم نطفه اسب داره، خونه شون هم حکم طویله داره. و کلا گذاشتن سر اونا و ثروتشون رو دزدیدن و غیر و اینا مجاز است. و خیلی چیزای دیگه میگه. اگه دیدی یه مسیحی، چون مال 1500 سال پیشه قبل از اسلام بود، اگه دیدی یه مسیحی تو چاه افتاده، اگر سنگ نندازی تو چاه بکشیش و کمک میخواد، تو گناه کردی. یا اگه زمینه کشتنش رو فراهم نکنی.
حالا چی شد تو آلمان نازی‌ها و هیتلر با یهودی‌ها بد بودن؟ اصلا مذهبی نبوده اونجا. بله. اینا تو اوج بدبختی مردم آلمان دنبال ثروت افروزی و کلاه‌گذاری و این حرفا بودن و منفور شدن. بله. وگرنه اونجا که بحث دین مطرح بله. نبوده. تقابل دینی نبود. لذا اینا الان هم همین کارا رو میکنن، یعنی هر جا بتونن کلا میذارن. الان مثلا طرف رو زخمی میشن فلسطینی ها اسیر میکنن یا کشته میشن جسد رو برمیدارن شروع میکنن اینا رو زنده زنده تیکه تیکشون میکنن، قطعاتشون رو میبرن. نه تو افغانستان هم همینجوری شد که دوستان ما یه فیلم سینمایی درست کردن فرشکار قصاب که بمبگذاری به اصطلاح سوری انجام میدن تو افغانستان یا بمباران میکنن یه سری مثلا مدارس و جای دیگه که جنازه ها و مجروح ها جوان باشن، نوجوان باشن. بعد سریع با آمبولانس میرسن اینا و شروع میکنن کلیه رو میبرن، قلب رو میبرن، یعنی درآمد خیلی بالایی. بله که الان براش فیلم سینمایی اصلا ساخته شد. حالا من این فقط این توضیح رو برای دوستان مخاطب، یه خاخام یهودی تو آمریکا رو هم دستگیر میکنن، کارش این بوده. بله اینا که تعدادشون خیلی زیاده. حالا این نکته رو من تکمیل صحبت آقای دکتر قدیری عبیانه عرض کنم خدمت دوستانی که این برنامه رو میبینن که سال 1932-1933 دوره ای بود که در آلمان، اروپا عموماً به خاطر هم اتفاقاتی هم تو آمریکا افتاده بود، اون شوک اقتصادی توی آمریکا در 1929 که رکود عظیمی تو آمریکا شروع شد، تو اروپا هم همین اتفاق افتاد. آلمان اینقدر وضع اقتصادیش بد شد، به قدری مارک بی‌ارزش شد، پول آلمانیا اسمش مارک بود قبل از یورو، بچه وقتی میخواستن فوتبال بازی کنن بسته های مارک رو میچیدن دروازه درست میکردن. عکسای الان سیاسفید قدیمی تو فضای سایبر هست تو اینترنت که اتره اینترنت قابل جستجویه که اونجا وقتی خانوما میخواستن داخل بخاری هیزم بریزن به جای هیزم بسته های اسکناس رو دارن میریزن. این افراد فقیر کنار خیابون که شبا تو سرما کنار خیابون میخوابن، اینا اون سطل آتیشی که درست کردن همجوری که نشسته داره گرمش میشه تو شب تاریک، چند وقت چند لحظه یه بار یه بسته اسکناس یه بسته مارک به اصطلاح پول آلمان رو میریزه. بلایی که یهودی ها در بعد از جنگ جهانی اول دیگه از سال 1919 به بعد تا سال 1923-24 تا 1930 بر سر اقتصاد ایتالیا آوردن، مردم آلمان آماده بودن یه دولتی مثل دولت هیتلر بیاد سر کار و کسانی که مسببین مشکلات اقتصادیشون بوده رو بگیرن محاکمه کنن. الان ایران درگیر جنگ اقتصادیه، در این جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی مردم درگیر مشکلات کرونا. اگر وقتی یه کسی بلند شه الان روغن رو احتکار کنه، ماسک رو احتکار کنه، مواد ضد عفونی کننده رو احتکار کنه، مردم وقتی بشنون که بابا انسولین هست، طرف برداشته احتکار کرده، خب مردم اذیت میشن، انتظار دارن قوه قضاییه بگیره این فرد رو یا اعدامش کنه یا به شدت مجازاتش کنه، چون تو شرایط جنگ اقتصادی و کرونا هیچکی حق نداره دنبال درآمدزایی خودش باشه مردم رو ذله کنه. اینجا دعوا با دین و غیر دین نیست، این فردی هم که اتفاقا داره این کارا رو میکنه شیعه نماز، یه مسلمون نماز، یه شیعه نماز رفته تو انبار انسولین قایم کرده، روغن قایم کرده، تخم مرغ قایم کرده، نمیدونم. خب مردم آلمان هم تو شرایط بعد از جنگ جهانی اول، 10 سال گذشته از جنگ جهانی اول، اینا شکست خوردن تو جنگ، حالا یهودی ها دارن پدرشون رو در میارن، انتظار داشتن هیتلر بیاد با اینا برخورد کنه. اینا میگن آقا چرا ما رو گرفتید از آلمان بیرون کردید؟ میگن ما رو رسید تو کوره آدم سوزی سوزوندید، انگار ما یه مش یهودی بیگناه بودیم. آلمانیا نمیخواستن بلای ایتالیا سرشون بیاد که مدیچی این کارو کرد، آلمانیا نمیخواستن بلای انگلیس سرشون بیاد که به اصطلاح روتشیلد این کارو کرد، آلمانیا میخواستن از دست یهود نجات پیدا کنن. انتقامی که از آلمان گرفته شد چی بود؟ چون زمان گوبلز در دوره هیتلر فیلم سینمایی ساخته شد در آلمان درباره زندگی روتشیلد ها که این فیلم الان توی اینترنت موجوده تو فضای سایبر و نشون میدن با تکنیک فیلمسازی 5-6 سال قبل از جنگ جهانی دوم که چطور یه خانواده یهودی به نام خانواده روتشیلد ها انگلیس رو داره مدیریت میکنه. اینا چشمشون از فرانسه ترسیده بود، از انگلیس روتشیلد ها ترسیده بود، از ایتالیای مدیچی ها ترسیده بود، میخواستن نفوذ یهودی ها رو کم کنن، با اینا برخورد کردن. اینا اکثرا بلند شدن فرار کردن رفتن آمریکا، اینشتین رفت آمریکا، فروید رفت آمریکا، همشون دانشمنداشون ثروتمنداشون
ولی گفتن آقا اینا ما رو ریختن تو کوره سوزوندن که انتقام بگیرن از ملتی که نمیخواسته زیر بار اینا بره. حالا اون جریان نازی خونخوار آلمان رو ما نمیخوام ازش دفاع کنیم، ولی یه ملتی هم که روبروی یهودیا وایساد برخلاف ایتالیا و فرانسویا و هلندیا و نمیدونم حتی کشور انگلیس اینجوری باش برخورد کرد. من تو مکزیک بودم، یکی از این مهمونه های دیپلماتیک نماینده صلیب سرخ تو مکزیک رو دیدم که خارجی بود. صحبت شد و گفتش که ما اسامی 280 هزار نفر یا 260 هزار نفر از کسانی که در اردوگاه های نازی مردن رو داریم، نه که کشته شدن، مردن. که از اینها 60 هزار تاش یهودی بودن و عرضم به حضور شما که اینا خیلی هاشون هم همینطوری مردن، نه که کشتنش. کسی کشته باشه تو ایام وقتی یه نفر یه بیماری واگیردار می اومد و یکی بر اثر بیماری واگیردار می مرد، اینو من دارم میگم دیگه، این رو می سوزوندنش چون بیماری به خصوص تو وبا و حسبه و اینا. خیلی خب الان تو خیلی کشور این کارو کار میکنن. بله خب قدیما این کارا رو میکردن که اون مریض رو که به اصطلاح حامل بیماری مثلا کرونا، کرونا رو ما خاک میکنیم، ولی برای اینکه خاک کنه باید از این لباسا یه چیز بپوشن که مشکل نشه. اون موقع این لباسا نبوده که. بله خیلی خب من بهش گفتم خب چرا اسامی رو منتشر نمیکنید؟ گفت محرمانه است. حالا شما ببینید چرا باید نام کسانی که در اردوگاه های نازی مردن یا کشته شدن محرمانه باشه؟ اینکه باید خیلی هم تبلیغی باشه. آخه ببینید عدد در میاد دیگه. اینا گفتن 6 میلیون نفر توی داخاو و آشویتز افتاده توی آتیش. الان عدد در اومده که 280 هزار نفر تو اردوگاه ها از بین رفته. اونم کلا 60 هزار نفر یهودی بودن. همشون هم کشته نشدن. خودشون مردن. خودشون همجوری مردن. پس این 60 هزار نفر کجا؟ 6 میلیون نفر کجا؟ آقای روژه گارودی که دبیر کل حزب کمونیست فرانسه بود و بعد مسلمان شد یک کتابی نوشت بر اساس اسناد خود دولت‌های اروپایی که اصلا اون زمان تو کل اروپا 6 میلیون یهودی وجود نداشت. چطور ممکنه 6 میلیون باشه؟ و محاکمش کردن. بله یادم میاد دادگاهش خاطرم هست. خدا رحمتش کنه. این فرانسه که میگه آزادی و اینا. اما یه موضوع فرهنگی رو من بگم. بحث ادواردو هست. الان قبل از اینکه به ادوارد بگم یه موضوع اشاره بکنم، امروز دوره ای نیست که بیان زائقه ها رو بسنجن و بر اساس زائقه یه چیزی تولید بکنن. میان یه چیزی تولید میکنن بعد زائقه ها رو با اون هماهنگ تطبیق میکنن و اصلا زائقه سازی میکنن. زائقه سازی میکنن که به اصطلاح اون تولیدشون فروش بره. ادواردو تعریف میکرد از این ناراحت بود، مثال زد از کارخونه فیات، تبلیغات فیات. میگو مثلا میان یه کسی رو نشون میدن با یه دختر زیبایی پشت فر با یه ماشین دیگه ای، دختر مرد پسر جوونه خوشتیپ هم هست، دخترم مثلا قشنگه، پشت فرمون اون ماشین نشسته، این ور یه جوون دیگه میاد حالا به خوشتیپی اون پسر هم نیست تنهاست، هر دو میان پشت چراغ قرمز ماشینشون وای میسته، دختره که این ماشین رو میبینه از اون پیاده میشه سواره این میشه چون این ماشین بهتریه، مثلا ماشین بهتریه. خیلی خوب این و ناراحت میگفت ولی به این اثر میذاره. یعنی واقعا اینطوری الان مثلا بعضی موقع یه فیلمای درست میکنن مثلا این آمریکا اینا، این فیلمای دوربینای مخفی و اینا، مثلا طرف با فراری میره خیلی بله جذب میشن، جذب میشن، شوهرم دارن جذبش میشن. نه اصلا الان توی ایران مرسوم آقای دکتر، الان توی این سلبریتی ها و توی این اینستاگرام و توی این جوونایی که غرب گرا هستن و زندگی لاکچری دوست دارن، اصلا معروفه که دخترا دنبال شوهر نیستن، البته نه دخترای مسلمون و متدین، من این دخترای در واقع توده عمده دختر جامعه خودمون رو نمیگم، اینایی که توی بحث شاخ اینستا و پلنگای اینستا از اینجا حرفا هستن، میگن الان دخترا آهن پرستن. دختر آهن پرست نگاه میکنه ببینه طرف بن سوار شده، پورشه سوار شده، مثلا ماشینش چیه. این فرهنگ الان توی این جماعتی که زندگی اینجوری هم دارن تو فرهنگ بله. خودم هم رسوخ کرده، زائقه سازی شده توی تبلیغات. هنر تبلیغات امروز اینگونه است که من یادم میاد دوره دانشجویی یه مثال برای یه استاد دانشگاه که درس میداد یه مثالی زد،
گفت اومدن توی فیلم سینمایی میدونی من 24 فریم در یک ثانیه عبور میکنه. اینا فیلم های ثابته ولی حرکت که میکنه یعنی میچرخه به نظر ثابت میاد. اومدن در هر چند تا فریم یه عکس مثلا کوکاکولا گذاشتن، زایگه سازی نوشابه، خب یا مثلا سیگار گذاشتن. از مثلا فرض کنید نیم ساعت اول گذشته کسی نمیدید نوشابه رو، کسی سیگار رو نمیدید، اما تا این شروع میشد اینو پخش کنن یهو همه تقاضا سفارش کوکاکولا میدادن، سفارش سیگار میدادن. یعنی این اثر غیر مستقیم، بله اثر وضعی غیر مستقیم. هنرهای تبلیغات امروز، تکنولوژی و حالا جامعه شناسی و روان شناسی و اینا این است، میگه ما یک کاری بکنیم که مخاطب ما اون چرا که ما میخواییم اون بپسنده بپسنده و فکر کنه خودش پسندیده. این خیلی نکته مهمه، بله. بله. که فکر کنه خودش پسندیده. مثلا شما یکی نگاه میکنید یه موه، یه مدلی زده موهاشو، چی شد خوشم اومد، چی شد خوشت اومد، اونا یه کاری کردن تو خوشت بیاد. بله. شلوار پاروپوره، شلوار پاروپوره فلسفه شما خدمت شما از کام شما میدونید، ولی بله خواهش میکنم برای بینندگان عرض میکنم آمریکا سه تا موضوع رو خیلی روش تاکید داره. یکی احساس امنیت حتی اگر امنیت نباشه، احساس آزادی حتی اگر آزادی نباشه، احساس برخورداری حتی اگر برخورداری نباشه، وجود نداشته باشه. خب حالا مثلا شلوار لی شلوار محکمی است، جنسش محکمه که دوام بیشتری داره، لذا کارگرا و کشاورزا و اینا از اون میپوشن. ولی اینم بالاخره آهن که نیست، پاره میشه، نداره بره نوشو بخره. برای اینکه این خجالت نکشه میان شلوار پاره پای چند تا هنرپیشه میکنن نوش رو، نه اونی که تو کار پاره پاره شده، پاره پاره شلوار پاره پاره، خیلی خوب، که به اصطلاح تن سلبریتی ها و هنرپیشه ها میکنن که مد جلوش بدن که این آدم به خاطر پاره بودن شلوارش خجالت نکشه. وقت تو ایران بعضی ها میرن شلوار نو رو میخرن پاره میکنن بیشترم پول میدن، خب فکر میکنن این مده، یعنی اینو من سمبول اون کسی است که قربانی تبلیغات اونا شده و از اینا زیاد داریم. حالا من تو بحث های مردم شناسی یه موقع مشاور فرمانده نیروی انسانی بودم اواسط دهه 1170، 22 تقریبا 4-5 سال پیش، یه پاساژی روبروی پارک ملت به اسم پاساژ صفوی. خب موقعم جوان بودم، خیلی کسی نمیدونست که من برای کار پژوهشی اونجا میرم. میرفتم مینشستم اونجا، بعد این مستضعفای فکری رو میدیدم میومدن اونجا از این لباس پاره پوره ها بگیرن، بعد به این فروشنده ها باشون آشنا شده بودم، بهشون میگفتم، میگفتن ما این لباس رو میریم از جنوب تهران میخریم، اون موقع مثلا 2000 تومان، میاریم به اینا میدیم 45000 تومان، بعد رو هوا میان میبرن همون چیزی که 10 کیلومتر پایین تر. یعنی این یه بیماریه، به قول شما زائقه سازی کردن براشون. حالا اون موضوع ادوارد آنیلی از دست نره که ناراحت بود که اون آگهی بازرگانی کمپانی فیات اینجوریه که اون زن و شوهر یا اون خانم و آقا جوری که وقتی کنار پشت چراغ قرمز میستن، اون خانم از اون ماشین پیاده میشه میاد سوار این ماشین فیات میشه تو اون آگهی بازرگانی، و این ناراحت بود که یه اثر فرهنگی بد اینجوری میگذاره. بله که کمپانی پدرش داره این کارو میکنه. خدا پدر این ادوارد آنیلی رو بیامرزه، یه همچین بچه‌ای تربیت کرده. یعنی شوخی یکی میگفت پدر مادر شهیدن دیگه. پدر مادر شهیدن. اون پدر مادر شهید، کاش اون ادوارد آنیلی مسئول تبلیغات تلویزیون جمهوری اسلامی بود که این استانداردها رو لااقل رعایت کرد، انقدر حساس بوده. و اگر الان به این تبلیغات چیه تلویزیون جمهوری اسلامی هم بگی، دست کمی از اونا ندارن تو اینکه یه جوری چه جوری کالا رو زائقه سازی کنن. من اخیرا همینجوری یکی از این آقایون دانشجو به من گفت، تعجب کردم چون دقت نمی‌کردم، توی 3-4 شب دقت کردم دیدم آره هر چی آگهی بازرگانی پخش میکنن خانم‌ها و چشماشون آبیه. یعنی اینقدر تو ایران خانم چشم‌آبی وجود داره، یعنی تلویزیون جمهوری اسلامی توی زائقه سازیاش. حالا من میگم یه فیلم رو در نظر بگیرید که مثلا تو این فیلم دعوا میشه، یه بچه‌ای به قتل میرسه، خون ریخته میشه، دو نفر نشستن این فیلم رو میبینن، دو تا مثلا فرض کنید بچه 10 ساله، یکی کسی که موقع فیلم برداری اونجا بوده این صحنه رو دیده که چند بارم تکرار شده و غیره و اینا، اون یکی ندیده، اینا فرق نگاهشون چیه؟ اون وی میمونه کشتنش، این میدونه نه این فیلمه، فیلم بله بازیش ادواردو پشت صحنه ها رو میدید. احسنت. چرا؟ چون خودشون پشت صحنه طراحی میکردن، بنابراین میدونست که این تبلیغات چیه. اینو مثلا یکی از کارهایی که میکنن صاحبان ثروت، میان یه عده تئوریسین بار میارن، احسنت. میگن تو بیا این تئوری رو مطرح کن، مثلا میخوان ما رو تو جنگ شکست بدن،
میگن خب ایران نباید موشک داشته باشه. یه عده شروع میکنن میان میگن آقا موشک میخوایم چه کنیم، نسل موشک گذشته، حالا یا مامورن یا تحت تاثیر مامور هستن. اینا میان اصلا تئوریسین بار میارن، مثلا فیلسوف بار میارن، یه چیزایی بگن که بقیه مشغول باشن به خودشون. این مدل لباس این باعث میشه طرف به جای اینکه یه افق دورو ببینه یه آینه بذاره جلوش همش قیافه خودش رو ببینه. مدل بینیشو میپسنده نمیپسنده، این لباس مناسب هست اون نیست. مثلا ما چیه؟ مثلا الان این لباس سالمه خب میتونه استفاده کنه، اما مد عوض میشه، این باید اینو بذاره کنار، دیگه دموده شده، دموده شده، یکی دیگه بپوشه که اون فروش داشته باشه. اینو راجع به موبایل اینا میگن. مثلا میگن طرف کارخونه میتونه این چیزا رو، این کشفیاتش رو به کار بگیره، ولی همه رو توی یه موبایل به کار نمیگیره. میاد یه موبایل میسازه، یه تیکه از اینو داشته باشه، بخره، پولش رو هزینه کنه، بعد مثلا یه سال دیگه، 6 ماه دیگه میاد یه اون ورژن بالاتر میاد که این موبایل سالمش رو بذاره کنار، در حالی که میتونه همون موقع همه اینا رو یک پارچه کنه. چطوری اینو صاحب سازی کنن و ازش به عنوان یک کالا پول در بیارن؟ آره، حالا یه خیلی‌ها میگن که ادواردو الگوی ماست. بله. من زیاد شنیدم. من خدمت شما عرض میکنم الگوی ادواردو بچه‌ز ملای امام. احسنت. بچه‌ی دفاع مقدس. دفاع مقدس حزب الله اون که پامیشی میره جبهه. اولا او قدر این که ما پدر و مادر مسلمون داریم و توی خانواده مسلمون به دنیا آمدیم و میدونست کسی که پدرش مسیحی مادرش یهودی، اون قدر رهبر ما رو میدونست چون رهبرهای کشور دیگر رو میشناخت چه کثافت هایی هستن، اون قدر نظام اسلامی ما رو میدونست چون نظام اونجا رو میدونست پشت صحنه خودشونه. یعنی این ثروتمندها مثل الان یهودی ها اینطوری نیست که همه برن تو حزب جمهوری خواه یا برن تو حزب دموکرات یا این حزب، تقسیم میکنن. بله، توزیع میشن. خب که همه اینا خودشون رو مدیون اونا بدونن. اینا از احزاب مختلف حمایت میکردن که اونا در نهایت هر کی بشه مطیع اینا باشه. احسن. پشت صحنه ها رو میشناخت، این تئوری ها رو میشناخت. اینی که میگم وقتی قرآن رو خون، چون هم با تورات آشنا بود، هم با انجیل، هم با فرهنگ غربی، اونم پشت صحنه‌اش رو، خیلی اصلا فریب این پشت صحنه رو میخوره. بله. خب بدون اینکه خودشون متوجه بشن فکر میکنن این آدم مثلا یه آدم دانشمندی، یه تئوری مطرح کرده. نه خیر، اون عامل قراره یه همچین کاری بکنه، بعدم تو بوقش بکنن ما هم باور کنیم. شبیه همون کاری که خانواده مدیچی پول دادن به ماکیاولی تا ماکیاولی کتاب شهریار رو بنویسه و سیاست و حکومت رو تئوریزه کنه. روشنفکران قلم به مزدی که از جامعه سرمایه‌داری مثل مدیچی پول میگیرن تا همچین علومی بسازن، امروز به قول شما همین جریان انتلکتوال و روشنفکریه که فقط کارش اینه که بشینه اعمال اینا رو، امروز اصطلاح تو فضای سایبر جوانا درست کردن، مالکشی. یعنی طرف کارش اینه که روی این کثافت‌های نظام به اصطلاح بورژوازی و نظام سرمایه‌داری غرب یه مالی بکشه و بیاد تئوری براش درست کنه، تئوری پردازی کنه. و اینکه فلسفه به لجن کشیده شده و امروز ما دیگه فیلسوفی در حد و تراز هگل و دکارت و کانت و فیلسوفای اونجوری تو اروپا نمی‌بینیم، انقدر کفگیرشون تایید دیگه خورده که الان فیلسوف شاخصشون اسلاوی ژیژکه یا فیلسوفای امریکا، کسی رو ندارن. حتی اروپا و آمریکا اصلا دیگه اندیشمند بزرگی نداره. دلیلش اینه که انقدر تفکر رو مبتذل کردن، تفکر رو به کالا تبدیل کردن. چون در سرمایه‌داری و کپیتالیسم میگن هر پدیده کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. حالا چطور تفکر رو کالا کنن؟ این که بیاد به روشنفکر بگه تو اگر برای این فکر کردی من برای این پول میپردازم، و لذا متفکر آزاد نیست برای خودش فکر کنه یه دستگاه فلسفی بده، مجبوره بیاد برای مثلا زائقه سازی های این چنینی نظام سرمایه‌داری در حوزه کالایی شدن تفکر این سازگار رقم بزنه که این بله. به قول شما این اتفاق افتاده. تو ایران خیلی از کسایی که الان میگن استاد و پروفسور و چی و غیره اینا مقلدن. بله. مثلا ساموئل هانتینگتون یه چیزی گفته یا فوکویاما یه چیزی گفته اینو برمیدارن، اینو به عنوان علم مطرح میکنن، اینا نظریه است. حالا جالبش اینه که اونایی که این نظریه دادن از حرف خودشون برگشتن، اینا هنوز برنمیگردن. کوتاه نمیان.
در همین فوکویاما که گفته بود که پایان تاریخ خودش برگشت نظر برگشته. حالا این افتضاحات آمریکا رو میبینن هنوز دارن توجیه میکنن. نه آقای استیگلیتز کتاب نوشت 5-6 سال پیش که سقوط آزاد، بعد گفت علم اقتصاد سقوط کرده. این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده، دیگه نمیتونه خودش رو نگه داره بالا. یکی از 5 نفر اقتصاددان اصلی دنیاست، قائم مقام بانک جهانی صندوق‌المللی پولم بود، یعنی آدم صرفا آکادمیسی نیست، دستی هم تو اجرا داره. این کتاب دو تا ترجمه خورده تو ایران. من هزار بار تو دانشگاه‌ها، تو دانشگاه‌های اقتصاد داد زدم که آقا استیگلیتز میگه علم اقتصاد خورده زمین. استادای ایرانی اقتصاد یکیتون جواب استیگلیتز رو بدید، بگید این چیزایی که دارید میرید سر کلاس درس میدید آیا مقوم اقتصاد یا همونیه که اون میگه خورده زمین سقوط کرده؟ از این دیوار صدا در اومده، از استادای اقتصادم تو جامعه ما صدا در میاد بابا اقتصاد فرو ریخته، علمش دیگه سقوط کرده. بعد از شهادت ادواردو، اولا تو این ایتالیا که اعلام کردن خودکشی فوری هم پرونده رو بستن، زیر یک پلی جنازه شون هنوزم حاضر نشدن. بله هنوزم حاضر نشدن یک کلمه بگن که اون مسلمان شد یا ادعا شده از که اون مسلمان شد. یه فیلمی ساخته شده که ادواردو رو تو صف نماز جمعه انداختن، عکسش هست، سکوت مطلق. چون تمام جناهای ایتالیا از کلیسا و غیر کلیسا و چپ و راست و اینا مایل نیستن تو افکار عمومی ایتالیا مطرح بشه که ادواردو مسلمان شده بود. اوج آرزوهای اونا از این همه ثروت گذشت مسلمان شد. چرا اگه این مطرح بشه کنجکاو میشن چی تو اسلام دید؟ احسنت. خب و اون وقت برن مطالعه کنن همانو مثل ادواردو به اصطلاح جذب شدن همان. حالا خب اونا بالاخره میفهمیم دیگه اونایی هم چی کنیم. اما وقتی این فیلم میخواست تولید بشه وزارت خارجه زمان اصلاحات مخالف بود. سال 80 اول دهه 80 سفارت ما تو روم و واتیکان برای زنی فرنگی مخالفت کرد. من به اینا گفتم نرید تحت عنوان ادواردو، تحت این عنوان دیگه، وگرنه اونجا هم بهتون ایزه نمیدن، اینجا هم مانه بیدن. اینا تحت عنوانی که بریم راجب امام در ایتالیا مثلا افکارون چیه مجوز گرفتن رفتن و بهشون هم سفارش کردم شما این فیلمایی که میگیرید بلافاصله یه جای قایمش کنید، چون اگه شما رو بگیرن همه فیلم‌ها رو ازتون میگیرن. بالاخره این فیلم تولید شد. آقای مرحوم کاسساس که تهیه کننده بود، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، بهش تلفن می‌زنن تهدیدش کنه. تو ایتالیا تو ایران اینجا. تو ایران که اگه بسازی این فیلم پخش بشه اله و بله. او گفته بود که آقای فیلم هم ساخته شده بود، او گفته بود که تسلیم نشد و گفته شما هر کار میتونید بکنید بکنید. بعد بهش زنگ زده بودن آن ناشناس که حاضریم هم وزن دلار بدیم به شرطی که این فیلم یه نسخه بیشتر نباشه و نسخش هم به ما بدیم که پخش نشه. تو ایتالیا هم وزارت خارجه میگفتش که آقا این فیلم پخش نشه، به صدا و سیما نامه نوشتن رسما آقای آصفی سخنگوی وزارت خارجه بود، ولی من میدونم هم او هم معاون اروپا آمریکا هم سفیر ما تو روم و واتیکان و غیره اینا مخالف پخش میگن. چرا ایتالیا ناراحته؟ یه نشریه ضد انقلاب تو خارج برداشت نوشتش که دولت ایتالیا به ایران اعتراض کرده، گفته اگه این فیلم پخش بشه روابطمون خدشه‌دار میشه. یکی از روزنامه‌های ایران مثل که روزنامه ایران برداشت این خبر رو منتشر کرد، خبر روز رسانه ضد انقلاب بدون اسم ضد انقلاب نگو اونجا خب یه مخصوصی فرام تو وزارت خارجه بودن آقا اعتراض کرد و نباید پخش بشه. من با مسئولی صحبت کردم گفتم آقا جان من خب ایتالیا رو میشناسم، ایتالیا نمیدونی اینطوری سریع هم بگه این فیلم پخش بشه رابطون به هم میخوره، چون میگم مثلا حتی فیات نمیاد رابطش رو قطع کنه، چون فیات که به خاطر منافع ما قرار داد نمیبنده. بله منافع خودش، حتی رشوه میده که این قرارداد بسته بشه، کما اینکه ادواردو یه بار به من گفتش که فیات رشوه داده فلان جا ایران و این کارو بعیده. خلاص پیگیری کردم، هیچ وقت سفارت ایتالیا یا دولت ایتالیا هم چیزی نگفته، همه فکر می‌کردن این رفته به یه جای دیگه گفته. حالا گیرم مثلا گفته باشه، این همه فیلم ضد اسلامی ضد ایران تحریف تو اینجا پخش شده، هر چی ما رفتیم گفتیم گفتن اینجا کشور آزادیه. بله حالا ما هم که تو این فیلم که تولید شده که دولت ایتالیا رو بله به عنوان عامل قتل معرفی نکردن،
این جریان صهیونیستی بوده که اومده تهدید کرده. حالا اونا مخالف بودن. خب حالا دولت ایران حتما خوشش نمیاد. بله این پخش بشه. ولی تهدیدی که تماس بگیره بگه آقا نه نبوده. خلاصه اینا نامه نوشتن به رئیس صدا و سیما که این فیلم نباید پخش بشه. آقای کاسساز این فیلمو فرستاد برای دفتر رهبری که آقا شما برای خود آقای رهبر شما نوشت. بعدها جلیلی به من گفت من فیلمو دیدم، پیشنهاد کردم و این پیشنهاد مورد تایید آقا قرار گرفت و اون این بود که قبلش برن این فیلمو نمایش چیز کنن، میزگرد بذارن، نمایش بدن، یه موجی شروع بشه، بعد صدا و سیما پخش کنن. که وقتی که از دفتر آقا این نظر آقا ابلاغ شد دیگه اون موقع منو دعوت میکردن این ور ور دانشگاه مختلف، یادم اون موقع یه مدتی مرتب دیگه من زحمت افتادید سراسر کشور، من بودم و دیگه آقای کاسساز و سیاه سرمدی کارگردان بود، گاهی هم میومدن رخ میکردن دانشگاه مختلف هم. ولی جالبیش اینه در ایتالیا سانسور مطلق راجع به ادوارد تا حالا، اما فقط اونجا نبود، تو ایران هم تمام نشریات روزنامه های اصلاح طلب سانسور مطلق کردن، حتی در این حد که بگن آقا یه فیلمی ساخته شده، ادعا کردن ادواردو مسلمان شده، ادعا کردن اون کشته شده. هیچ. اینا چرا باید ناراحت شده باشن؟ غربگراان، چون میخوان بگن قبله اون طرف، همه شبیه اونایی. اگر بگن یه کسی از اونور اومده شبیه ماها شده، به قول شما شبیه رزمندای ما شده، الگوش رزمندای دفاع مقدس ما بوده، خب جریانی که میخواد سبک زندگی سلبریتی های غربی رو برای جامعه ایرانی مسئله کنه. یکی از این اصلاح طلبا توی یک کنفرانس مطبوعاتی، این به اصطلاح یکی از این هنرپیشه های معروف آمریکایی بوده، جورج کلونی، بعد اونجا به جورج کلونی میگه شما کاندیدای ریاست جمهوری نمیشی؟ به این چقدر یه اصلاح طلب ذلیله. بلند شد رفته توی یک میزگرد مطبوعاتی یه هنرپیشه میانسال آمریکایی، بهش گفته همونطوری که ریگان کاندیدا شد و رأی آورد هنرپیشه بود، تو کاندیدا نمیشی آقای جورج کلونی. جورج کلونی میدونسته این ایرانی دیگه، مثلا گفتن از ایران. بعد به بقیه خبرنگارا اونا میگه که ببینید کی داره به من میگه که کاندیدا بشو، یعنی یک ایرانی که از ایرانی ها مثلا ضد آمریکا هن. به من میگه تو بیا کاندیدا شو. قبل از 1900 و سال 2016 که ترامپ رای آورد، 2016-2017. یعنی شما تصور کنید اصلاح طلبی که عاشق اینه که یک رئیس جمهور آمریکا مثلا بشه یک کسی، یه هنرپیشه، این اصلا عشقش اونجاست، اون حتما نمیاد تیتر کنه که یک جوانی صاحب مثلا اون همه ثروت و کمپانی فیات و کمپانی های اینجوری و باشگاه یوونتوس و غیره، این جوانه از رزمندگان انقلاب اسلامی در دفاع مقدس الگو گرفته و مردم ایران آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، این جام جم رو از آمریکای اروپا طلب نکن، خودت اینجا در داخل کشور یک فرهنگی داری که اونا تاپ ترین ثروتمندایی که بالاترین حیات و زندگی لاکچری رو دارن عاشق اینن. قطعا هیچ وقت هیچ اصلاح طلبی جرئت نداره همچین کاری بکنه. من یه چیزی بهشون گفتم، گفتم شما هیچ وقت مرد نداشتید که بره شهید بشه. ببینید آقای دکتر قدیر عبیانه، خود تخریبی که اصلاح طلبا انجام دادن، یعنی شما هیچ وقت در بدنه جریان فکری و رسانه‌ای و هنری اصلاح طلبا هیچ وقت نمی‌بینید که ما یه چیزی بودیم، یه چیزی هستیم، ایران، اسلام، گذشته، حال، آینده. همیشه میگن ما هیچی نیستیم. اون حرفی که ترکان زد که اگر تحریم ها برداشته بشه ما فقط در آبگوشت بزباش میتونیم رقابت کنیم، این سی تا ویژگی هایی که هر روز این سریال قلم می‌نویسه که ما هیچی نیستیم، سنگاپور خوبه، اون برای دنیا خوبه، اکوادور خوبه، اوروگوئه خوبه، عربستان خوبه، استاد علوم سیاسی ما میگه عربستان خوبه که یه انتخابات نداره، یا حرفایی که زیبا کلام میزنه. شما ببینید تاپ ترین دانشگاهایی که اینا داخلش درس میدن، تهران، شهید بهشتی، علامه، جای دیگه، استاد علوم سیاسیشون، این جریان اصلاحات یک بار نمیاد از داشته های مطلوب خود ما بگه. برای اینا قاسم سلیمانی هیچی، موشک هیچی، انرژی هسته‌ای هیچی، فرهنگی داشتیم که ادوارد آنیلی میخواسته بیاد شبیه این بشه و اینجوری زندگی کنه، بعد اینجوری شهید شده، هیچی. فقط تنها چیزی که هست ما هیچی نیستیم، ما هیچی نداریم، ما اصلا وجود نداریم و هرچی هست اونور دنیاست. طبیعی است که اونا این مبحث رو سانسور کنن. توی اربعین هم ما دیدیم مثلا دو سه میلیون ایرانی شرکت کرده بودن روزنامه اصلاح طلب، اصلا اینو رفتن یه جای دیگه. مثلا من دیدم یکیشون ورشه اینکه آیا در چه سنی دخترها میتونن ازدواج بکنن،
2-3 میلیون ایرانی بقید شرکت کردن. بابا موضع توییت صریح یکی از تئوریسین‌هاشون که میگه باید با اسرائیل رابطه داشته باشیم، یعنی صادق زیبا کلام، این بود که ای حکومت شما بگو که چرا شما قبلا به فکر راهپیمایی 40 نبودی، الان بلند شدی این نمایش و شور رو شروع کردی. یعنی انقدر معلوم بود اصلاح طلبا سوختن و صادق زیبا کلام سوخته که توییت زده بود موقعی که مردم همه الان حواسشون به 40 دارن میرن مسیر کربلا رو، بعد ورداشه گفته که چرا حکومتی همچین بازی رو انداخته، بازی رو انداخته و ملت رو داره میبره اونجا. این کینه و بغض نسبت به مظاهر اسلام و ایران و انقلاب در درون جریان اصلاح طلب ذاتیه. حالا اینا سوختن میگید، من با آقای زیباکرم زیاد مناظره داشتم، مناظره تو دانشگاه مختلف، بعضی موقع پرچم آمریکا اسرائیل رو که میکشتن که روش بودیم میره از روی نرده ها رد میشد که پاش رو پرچم اسرائیل و آمریکا نره. حالا من میگم این لحظه ای که این وقتی تماشا میکنه تو اسرائیل خود صهیونیست‌ها دارن پرچمشون رو میشونن آتیش میزنن یا تو آمریکا دارن این چند وقته دارن آتیش میزنن، این چه میکشه بنده خدا؟ آره این بنده خدا مواد این بنده خدا سکته کنه. مرگ در اسرائیل میگن، مرگ خود آمریکا میگن، مرگ بر آمریکا. خیلی اینا خیلی این پدیده عجیبیه. یعنی بندگان خدا تیبونکی این بعضی از این جریانات این چنینی لیبرال خیلی سختشونه که اون فضای حالا اون نشریات اصلاح طلب میگفتم، فقط یک روزنامه از اون اصلاح طلبها یه مقاله نوشته بود که یه آدم افراطی به نام قدیری افتاده دنبال این که این فیلم ادواردو باید نمایش داده بشه و میخواد اینطوری روابط ایران ایزاربیا رو فوری هم از این زاویه وارد میشن. خراب. ای وای شما میخواد روابط ما رو با اون دنیا خراب کنه، چرا اینو میگی؟ ببینید اصلا وقتی و از اون زمان ما تو وزارت خارجه به صدا منظوری شد مغضوب شدن. حالا چون وزارت خارجه ما که وزارت خارجه انقلاب اسلامی که نیست، وزارت خارجه یه که میگفتش که اونجا تو اتاقاشون CNN میبینن همه، لذا وزارت خارجه ای که بیشتر دیپلماتاش CNN میبینن، اینا نه فهمی از انقلاب اسلامی دارن نه درکی دارن و برجت معلومه دیگه. یعنی ما اگر وزارت خارجه وزارت خارجه بود نیروی قدس نباید اینقدر بیرون تنها می بود. من خدمت شما عرض کنم چند تا از این وزارت خارجه گروه درست کردن تو همین مثلا واتساپ و اینها، و من میگم بعضی از اینها از ضد انقلابی ترن. چه اونایی که با نشسته شدن ماهیت خودشون رو کردن، چه بعضی که هنوز هم شاغلن. بله. یعنی من معتقدم انشالله 1400 یه دولت جوان انقلابی جوان بیاد باید یه تصویه حسابی بکنه، کسی که اصلا اعتقادی به ولایت و رهبری و نظام و ملت منافع ملی نداره. منافع ملی حداقل منافع ملی رو که قبول داشته باشه، ولایت رو قبول نداره. انقدر دچار خودکمبینیه. بله. این آدم که نمیتونه دیپلمات باشه و بعد یه به اصطلاح پاکسازی حسابی وزارت خارجه بشه. حالا یه مقدارش هم اینه که یه افرادی ممکنه یه زمان مؤمن بودن رفتن خارج جوره اون پیشرفته استحاله شدن استحاله شدن، حالا بچه هاشون خودشون بچه هاشون اینا نمیتونن سیاست خارجی ما رو. حالی واقعیتیست که شخصیت ادوارد آنیلی چرا توسط وزارت خارجه ما سانسور میشه در صورتی که ثقل فرهنگیه؟ چرا این اتفاقا میفته؟ آقای دکتر سال 1193 آرت اولیویر، یکی از اون کسی میخواد نامزد کاندیدای ریاست جمهوری معاون اولی ریاست جمهوری آمریکا بود، یه فیلم سینمایی ساخته بود درباره 11 سپتامبر که 11 سپتامبر کار خود آمریکا بوده، فیلمش رو ساخته بود خودش، اصلا تو کمپانی لاکید درگیر این قضیه بود، اون هواپیمایی که خوردن به برجای دوقلو این تو جریان ساختشون بوده. این فیلم آورده بود ایران، فیلم دوبله شد که تلویزیون پخش کنه اردیبهشت 1393، 6 هفت ماه از آغاز مذاکرات هسته‌ای می‌گذشت. شب رفت تو برنامه آقای طالب زاده و توضیح داد که آقا اصلا 11 سپتامبر کار القاعده نبوده، ما خود آمریکایی‌ها زدن برجا رو آوردن پایین و اینجوریه اونجوریه. آقای طالب زاده هم گفتش که این فیلم سینمایی که ایشون در مورد این قضیه ساخته دوبله شده، قرار فردا شب تلویزیون پخش کنه. وزارت خارجه فشار آورد به صدا و سیما، مثل همین فیلم ادوارد آنیلی، حق ندارید پخش کنید، الان داریم مذاکره میکنیم، چه وقت نشون دادن این قضیه است. این فیلمی که دوبله شده بود توی صدا و سیما یه جا فقط پخش شد، اینجا سر کلاس ما پخش شد و روز پنجشنبهش آرت اولیویر اومد اینجا
و مبسوط توضیح داد که آقا اصلا ماجرای 11 سپتامبر اینی که آمریکا میگه نیست. آمریکا خودش این برجا رو زد اوورد پایین چون برجا باید خراب میشد، مشکل داشت این حرفا. و بعدم توضیح داد که آقا اصلا تحقیقات ما نشون میده این 11 نفر القاعده ای که گفته شده عربستانیه اونجا، اینا اصلا مسلمان درست حسابی نبودن، گوشت خوک میخوردن، مشروب میخوردن، خیلی جوانای فاسدی بودن. عشان توضیح داد دقیقا. خب فیلم هم به اتفاق خودش اینجا نشون داده شد و اینها. حالا من اون دیویدی اون جلسه رو میدم خدمت شما. تلویزیون جمهوری اسلامی از ترس وزارت خارجه نتونست این حرف حق رو پخش کنه. چند سال 1393 الان 1399 نتونستن پخش کنن، نمیذاره وزارت خارجه. یا همون همایش افق نو که آقای طالبزاده برگزار میکرد، اولین دستوری که آقای ظریف به آقای جنتی داده بود این بود. آقای شمقداری میگفتش که تو جنتی وزیر ارشاد دوره اول دولت آقای روحانی، وزیر ارشادش آقای جنتی. آقای شمقداری میگفتش که تو جلسه تودی معارفه آقای حسینی وزیر قبلی و آقای جنتی میگفت ایشون تا اومد پایین گفت این افقانو چیه جمعش کنید، همین وزیر جدید. گفتم آقا سلام علیکم، شما اول بیا مستقر بشی صفوت جلسه تودی معارفه افقانو چیه جمعش کن. که بعد من چون... یاد اقدام آقای روحانی انداختیم که مزیگه رئیس جمهور شد ساختار سازمان فضانوردی ما رو بله منهدم کرد، دادش زیر نظر پژوهشگاه مخابرات. نه این جریان غربگرا اساسا از دیدش ما هیچی نیستیم. انرژی هسته‌ای برن یه آزمایشایی کنن تا یه 600 سال تحقیقات مینیاتوری گوشه‌ای داشته باشن، از توش انرژی اتمی در نیاد، موشک و پوشک در نیاد. لذا این فقط ادوارد آنیلی نیست که در تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور شده توسط بعدن پخش شد. بعدن که دانشگاه ها شبکه اوپا پخش کرد. نه اینکه دور جدید اون موقع اون موقع بلکه اون موقع آقای لاریجانی رئیس بود پخش کرد چند. بله اینا الان اگر بذارین دست وزارت خارجه از گل نازکتر نباید به غرب بگید. نامه‌ای که منتشر شد منسوب به آقای ظریف بود یه ماه پیش که ترامپ کرونا گرفته بود، که نوشته بود به مقامات دولت که بگید اظهار خوشحالی نکنه کسی، شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات و رسانه ها بگه کسی چی نگه. یعنی ببینید وزارت خارجه ما نگرانه که مبادا مردم ما وقتی رئیس جمهور ظالم آمریکا کرونا گرفته یه جای اظهار خوشحالی کنن. ببین این وزارت خارجه، این وزارت خارجه توش حتما نامه میزنن ادوارد آنیلی رو معرفی نکنید، حتما تاکید میکنن که آقا فیلم مثلا آرت اولیویر پخش نشه که داره میگه 11 سپتامبر کار خود آمریکا بود. حالا من میخوام یک نکته رو از شما بپرسم که غنیمته، اونم اینه که ادوارد آنیلی یه سری رفته بود افغانستان، یه سری رفته بود کشمیر، پاکستان رفته بود، شبه قاره رو گشته بود و دنبال تبیین این به اصطلاح جغرافیای سیاسی اسلام بود و یه مقداری به اصطلاح خودش هم فیلم برداری کرده بود، تیم به خودش برده بود. یک نکاتی اگر تو این زمینه هست بفرمایید که ادواردو خب نمیتونست بگی من مسلمانم. بله. اما با نفوذی که داشت شبکه یک تلویزیون، یعنی اون میگه من میخوام برم راجع به وضعیت کشمیر و افغانستان و پاکستان و احتمالا یکی دو جا دیگه هم بوده فیلم بسازم و خود اینو میکننش تهیه کننده و حاضر میشه اون دیده و اخیراً هم این فیلماش به دست یه میزگردی هم داشته تو تلویزیون ایتالیا با آقای به نام ایگورمن روزنامه داستان با که بارها ایران اومده بود و با ما هم به اصطلاح صحبت زیاد داشته، که تو اون میزگرد ادوارد از اسلام دفاع میکنه، از جامعه اسلام دفاع میکنه و ایگورمن بعدا می‌نویسه که یعنی این فیلم ها که پخش میشه اونجا و پویسترش این میزگرده بکنه اونجا میگه من احساس کردم که ادواردو که با امام دیدار کرده امام گویی سهر شده توسط امام. من خیلی گشتم که این فیلم رو پیدا کنم این میزگرده، نتونستم. این فیلم هم که پخش شد دنبالش میگشتیم تا اخیراً یه در دوستان پیدا کردن یه دیکایش رو پخش کردن. خیلی خوب تو همون سفر که داشت میرفت ایران هم اومد، منزل ما هم اومد، فیلم برداری هم داشت. این فیلماش هم ما نداریم متاسفانه. خب
یعنی با خودش برد فیلم ها آره دیگه فیلم بعد اون وقت با یکی از دوستاش اومده بود دقیقاً چه سالی بود؟ سالش الان یادم نمیاد تو دوره دفاع مقدس همون زمانی که این فیلمو تولید کرد دورش دفاع مقدس نه، بود؟ بعد از دفاع مقدس بود دهه 70 تاریخ دقیقش نمیدونم حالا تو اون فیلم احتمالاً نوشته که چیه این فیلم ها رو حالا تولید کرد و تو این سفری که اومده بود با یه فردی اومد به نام لوکا گایتانی لواتلی خونت هم بود خونت لقب اشرافه اشرافه بله پسر سلطان شراب ایتالیا که من بعدا خوندم دو قرن اینا تولید به اصطلاح شراب ناب داشتن سه تا برادر بودن یکیش با این چرخ‌بازی میکرده سقوط کرده این شده رفیق ادواردو برادرش شده رفیق خواهرزادش یهودیه خیلی خوب ادواردو اومده بود ایران توی ایران هتل آزادی ساکن بودن مستقر شده بودن ادواردو به من میگه که من با این صحبت کردم تا مرز اسلام آوردمش همین پسری که پدرش سلطان شراب بود اما نتونستم مسلمونش کنم تو باهاش صحبت کنم میتونم من یه دو ساعتی تو هم مدل باش دو نفری صحبت میکردیم دیدم آره واقعا تو مرز اسلام بوده توحید نبوت معاد امامت اینا هیچ کدوم مشکل نداره اما یه چیزی مانع بشه بیاد مسلمون بشه یعنی با اینکه خب چون ادواردو گفت قاعدتا باید تمایلم داشته باشه ولی یه چیزی مانعش میشه چون شناخت داشتم از محیط قبل حد زدم که فلسفه حجاب رو متوجه نمیشه ثقیله براش اونم قد آدم قوی بود ورزشکار بود خوشتیپم بود یه بیاد از اون جامعه غربی که دیگه همین دختری در اختیارش بود بیاد محیط بسته تصور غربی ها اینه که اینا حجاب به زنها تحمیل شده مثلا فکر می‌کنن که بعضیشون فکر می‌کنن این زنای مسلمون کچلن به خاطر این ماشونا می‌پوشونن واقعا اینطوری فکر می‌کنن و من راجع به فلسفه حجاب براش گفتم اینی که گفتم گفت می‌خوام مسلمون بشم که با هم بعد رفتیم منزل آیت الله هاشمی گورکایگانی امام جماعت مسجد یوسف آباد بعد شهادتین گفت مسلمون شد حدود 10 سال پیش او هم گفتن از پل افتاده پایین هر دوتاشون از پل انداختن پایین اونجا این تو روم در حالی که میگن خونی که از بدنش رو را پله پل بوده اگه این از پل پرت شده پایین و خودش انداخته پایین پس خونش چرا رو را پله چرا خودش رو را پله هست اونم کشتنش به نظر من شهیدش کردن منتها خب ایمان او اصلا با ایمان این تفاهم فرق داشت من یه بار رفتم سفری رفته بودم رفتم خونه اش برام یه ماجرای تعریف کرد اینم بگیم جالبه که تو فرودگاه بوده میبینه یه دختری میاد میگه آقا اینجا من کجا میتونم برم و جا ندارم و غیر و اینها میگه علی کجایی میگه ایرانی هم این چون ایرانو علاقه داشته و مسلمون میگه میتونی بیای خونه ما اونم پا میشه میاد خونه یه ایتالیایی خوشتی برمیداره میاد اونجا و میره رو تخت خوابه این میخوابه اینم میره رو کاناپه تو چیز میخواد. اون منتظر بوده که این پاشه بره سراغش. صبح که پا میشه میبینه جانماز پهنه عکس امام هم رو دیوار هست. تعجب میکنه. میگه از جمهوری اسلامی فرار کردیم از نماز و از خمینی و اینا فرار کردیم. اومدیم تو ایتالیا تو خونه ثروتمندشون هر جانماز هست. جانمازدار انداخته بود دیگه باشه نمازش بکنه. همین چیزی. به هر حال منطقه از اون انقدر عکس و فیلم و اینا نیست ادواردو کسی که از اول تا جوش این چیزا فراوان بوده و من فکر میکنم که حالا خوشبختانه او هم کنت لوکا آنیلی هم جا داره که بیشتر شناخته بشه حتی میگم با ادواردو از نظر ایمانی فرق داشت قابل مقایسه نیست بله آره حالا درجات تشکیکیه دیگه درجاتشون متفاوته آره اون وقت من معتقدم ادواردو این مثلا موضوع ادواردو ضمنه که خودش خیلی جالبه محملی هم هست برای مقایسه اسلام، مسیحیت، یهودیت و فرهنگ غرب احسنت
که من معتقدم اگه ما بتونیم اینو خوب بپرورونیم خود این میتونه باشه مظهر به اصطلاح عامل تشرف خیلی ها به اسلام. بله. گفتگوی بین ادیان یعنی این. خب یه همچین فیلم بسازیم با رعایت احترام مسیحی ها، یهودی ها، فرهنگ غربی واقعیت ها رو بیم. مثلا حجاب یکی از اون موضوعاتی است که خیلی روش تبلیغ میکنه ضد ما. خب غربی ها مردمش نمیدونن فلسفه‌اش. من وقتی میومدن تو سفارتون تو روم توی مکزیک مثلا میومدن نقد میکردن شما چرا زن رو اسیر کردین چرا چیکار، یا من میرفتم سخنرانی میگفتم، وقتی من فلسفه حجاب اسلامی رو میگفتم چند تا از رؤسای سازمان های فمینیستی مسلمان شدن. توی یه جلسه مثلا 7 استاد دانشگاه بودن، 6 تاش زن بودن، هر هفتهشون با هم مسلمان شدن. وقتی فلسفه حجاب اسلامی رو میگفتم تا موقعی که نشنیدن فکر میکنن اسیرن، بعد که فلسفهشو میشنون میفهمن که خودشون اسیرن، برهنه اسیره، اون اسیره، اون رو تحت عنوان آزادی اسیرش کردن. من مثالی که میزنم میگم این که کبوتر باز هستن دام میذارن کبوتر شکار میکنن، کبوتره که میفته تو دام تو قفس خودشو به در و دیوار میزنه که آزاد بشه، ولی اینو هم آنچنان الینش میکنه کفتر بازه که درش میاره پرش میده اون برمیگرده تو قفس، یعنی میاد دوباره تو قفس احساس آزادی میکنه. این احساس این کارو با زنها تو غرب کردن. علی تو ایران هم من سخنرانی داشتم یه جایی ما رو دعوت کردن تو دانشگاه های این برون برده به بود زن در اسلام و اینا. وقتی فلسفه حجاب رو گفتم یه دشون با حجاب شدن و اصلا میگودن چرا تا باید اینطوری نگودن. تو ایران وقتی فلسفه حجاب بخوام بگن میگن آقا قرآن گفته، حدیث، روایت، تو چرا رعایت نمی‌کنی؟ حکمه، حکمه. خب اینه که غیر مسلمان هم میدونن اسلام چی گفته. خب من اونجا که نمیتونستم بگم آقا مثلا حجاب بر حق است چون خدا گفته، خدا گفته، چون قرآن گفته، قرآنی قبول ندارن، شاید اصلا خدایی هم قبول نداشته باشن، اونجا من باید بگم این حجاب به نفع زنه. چرا؟ با منطق. ایران اومدم منطقی بر اساس منطق مطرح کردم دیدم جواب میده. بله بله، اول منطق رو میاریم. مثلا بعضی میگن آقا این حجاب سخته دیگه، بالاخره اینکه چادر سرش دستش رو باید بگیره چیکار باید بکنه، حالا بگذاریم یه چادر اومده دستش هم نباید بگیره، ولی بالاخره تو گرما اذیت میشن دیگه. مثال که میزنم میگم خیلی خوب این چترم نگه داشتن سخته دیگه، ولی زیر بارون نگه میداره، و اگه شما بخوای چتر رو دستش بگیری نمیذاره، چون فایده این چتر رو میدونه. بله. اثرش رو میدونه. شما اگه بتونید این فلسفه حجاب رو توضیح بدین بفهمه که به نفعشه، بله، اون وقت چرا این کار نکنه. یه پرانتز خیلی خلاصه بگم، این آقا در اسلام زیبا بودن یه نعمته، هر کی زیباست چه مرد چه زن باید بابت اون شکر خدا به جا بیاره، تو غربم یه نعمت محسوب میشه. روابط زناشویی تو اینجا تاکید شده تو اسلام، خیلی هم ثواب برش خواهد شده، اونجا هم خیلی روش تاکید میشه. تفاوت اسلام، نگرش اسلام با غربی ها اینه، اسلام میگه این جذابیت، این زیبایی، جذاب زیبایی که بره تو بول تحریک و تحریک بندگی، این باید یه ارزش صرفا زناشویی باشه، اونجا یه ارزش اجتماعی هم هست، یه ارزش اقتصادی هم هست، فرقش در این کالا بودن، کالا بودن. خب کالاست، باید عرضه بشه، خرید و فروش بشه. من 47-8 سال پیش که من تو ایتالیا بودم صحبت از یه بیماری بود به نام کوارانتن. کوارانتن یعنی زنان 40 ساله. چه اتفاقی افتاد؟ تو 40 سالگی بیماری هم هست. میگه زن وقتی میرسه به 40 سالگی زیباییش میفته تو سراشیبی. بله. چون یه ارزش اجتماعیه، این شروع میکنه احترام ورچه اجتماعیش رو از دست میده، دچار مشکل روحی میشه، کارکاسبی روانشناسا اون ایام گرم میشه. بله. همین موضوع رو من توی کنفرانسی در مکزیک گفتم، گفتن آقا الان شده 30 سالگی. خب این زنی که الان دیگه اون جذابیت سابقه نداره، دیگه احساس زیبا بودن و ارزشمند بودن رو نمیده. خب حالا کدوم بهتره؟ تو غرب میگن از زن نپرس چند سالشه. مثلا اگه 50 سالشه بگه 50 سالمه خجالت میکشه، چون دیگه 50 سالگی اون جوانی رو نداره دیگه، کالایی بودنش دیگه فرسوده. ما تو جامعه اگه اسلامی باشد
تجربه جزء ارزش هاست. پس این زن اگه 50 سالشه تجربه. احترامش بیشتر باید باشه. مادر بوده، همسر بوده، خواهر بوده، منبع عاطفی جامعه است برای نوه های جامعه. من وقت من اینو میگفتم، چه اونی که زیبا بود و میدید همه فقط از این دید بهش نگاه میکنن، و چه اون که پا به سن گذاشته، زیباییش رو از دست داده و یهویی احساس میکنه اینا چقدر بازی خوردن و راحت مسلم، اتفاقا زنها رو خیلی راحت تر میشه. همینه که میمادن نقد حجاب وقتی فلسفشون میگفتم، اصلا یهویی دگرگون میشدن. ما استدلالی اگر جلو بریم، تعبیر قرآن قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اون برهانمون رو ارائه کنیم، نیاز نداره اینقدر هزینه کنیم از اینکه آقا این حکم الهیه و این میلنگه کار. خب ما به دقایق پایانی این جلسه نزدیک میشیم. نکات تکمیلی که به نظر شما درباره شهید ادواردو آنیلی لازمه که دوستان جوان ما بدونند، نکته به ذهن شما میرسه؟ به خصوص حالا این چیزی رو که من به نظرم میرسه باید روی این قضیه کار کنیم، این نسبت بین اسلام، یهود، مسیحیت و با الگویی به نام شهید ادواردو آنیلی بین این سه مذهب سخن گفتن و دیالوگ برقرار کردن و فرهنگ غرب ضلع چهارم، این باید انشاءالله به طور جدی بهش بپردازیم. نکته خاص تکمیلی اگه هست بفرمایید که خواهش میکنم. عرضم موضوع شما هم توی عرض کردم ادواردو با حضرت امام دیدار داشتیم. ایشون دیگه دقیقه آنچه که دوست ما گفت صحبتی نکرد، وقت دست امام گرفته بود که امام میکشیدش طرف خودش پیشونشو میبوسه. امام میگه دعا میکنه که چون در ترویج اسلام موفق باشه. حالا ما میخوایم اگه میخوایم پاسداش خون شهید ادواردو داشته باشیم، باید تو تبلیغ دین اسلام تلاش کنیم. و الان اینترنت این اجازه رو به ما میدهند که ما دیوارهای سانسور رو بشکنیم و از روش‌های مختلف اسلام معرفی کنیم. دیگه لازم نیست مثل اون مسلمانایی که می‌خواستن قرآن رو ببرن تا به هر خانواده بدن، الان قرآن رو دیجیتال بله. پیوست می‌تونید بفرستیم، چه حالا تک تک آیاتش رو چه مثلا کلش رو. من اصطلاحی که من به کار می‌گیرم، میگم یه زنی که دو تا بچه دوقلو داره، شیرخواره و حامله است، یه بچه سوم داره، تو خونه‌ش میتونه تبدیل کنه به این مرکز تبلیغ جهان اسلام. هر کس یک رسانه، هر کس یک خبرنگار، هر کس یک متفکر، یه معلم. من مکزیکی بودم، احساس کردم خب حالا میشناسم به زبان خارجی، من برم دیگه این روش‌ها و این چیزا چیز میشه. نشستم این حرفایی که میشه به غربیا زد برای معرفی اسلام، یه نفر که کنجکاو میشه راجع به اسلام بدانه چی بهش بدیم؟ محصولی که باید بدیم خلاصه و مختصر مفید چیه؟ با توجه به ذهنیتی که داره، یا اسلام رو نمیشناسه یا اینکه تبلیغات منفی و سوء روش اثر گذاشته. از اونجا تا زمانی که شهادت این رو بگه چی لازم داره بدونه؟ اینو من تبدیلش کردم به یک کتاب به ایتالیایی، اسپانیایی و منتشر شد اونجا. همونجا منتشر کردیم، خیلی هم استقبال شد، یه دم با خوندن اون سرمون شدن. بعد دیدم که خب حالا مثلا سالی 25,000 25 میلیون آمریکایی میان مکزیک و خیلیشون مکزیکو سیتی هم میان، خوبه که به انگلیسی هم چاپ بشه. به انگلیسی چاپش کردیم، اونجا چون ما منابع انگلیسی احادیث و روایات و اینا به انگلیسی بیشتر بود، یکم غنی ترش کردیم تحت عنوان This is Islam، این از اسلام. که من دیدم بعضی از این سایت‌هایی که کتاب فروشی هستن، سایت جهانی، آمازون و اینها، اینا برداشتن کتاب منو جلدش عوض کردن، ولی با همین نام خودم و اسم تیت اینو گوشن 15.5 یورو هم دارن میفروشن. من اینا رو گوشن رو سایتم مجانی کاسه کالا شد دوباره. آره حالا بهت بکنن پدیده کالایی، ما میخوام نش پیدا کنه سودشو ببرن، چی ببرن هر کی میخواد فروشن ببره ببره. ولی خب حالا یه تعدادی که مونده بود این دیگه نفرات بعدی که اومدن حبس شده اونجا، هیچ استفاده‌ای نمی‌کنه. اینا من میگم من رفتم اونجا، دیدم یه سالونی شاید به بزرگی اینجا پر کتاب است، کارتونایی که از ایران کتاب میومد درش هم باز نکرده بود، توضیح نمی‌کنه و نمیگفتن هم که نفرستید نمی‌خواید. تو مثلا دیگه بعد میگن آقا چرا نمی‌خواید؟ توی من یکی از کارهایی که اونجا کردم گفتم آقا هر جا نمایشگاه کتاب موادی نمایشگاه باشه، آفرین، حتی شده مجانی هم بدیم بهتر از اینی که اینجا بمونه. کار تبلیغی خیلی میشه. ما باید یه جنگ رسانه‌ای علیه صهیونیسم را بندازیم.
دیدگاه یهودی‌ها رو راجع به مسیحی‌ها مطرح بود. که این کار رو بکنیم خیلی ضربه سنگینی کار. من می‌دیدم اونجا وقتی به مسیحی میگفتم که دید ما اینه که ما قرآن ما معجزات بیشتری قائل است برای حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت مسیح علیه السلام تا انجیل شما هست دیگه. مثلا اونا ندارن که حضرت مسیح تو کودکی بود به سخن بله. یا اون شام آخر مراسم انی عبدالله میفرمود عید پاکشون که میگن شام آخر غذا خوردن اینا، ما میگیم از آسمان اومد، اونا نمیگن از آسمان اومد، ما میگیم غذا از بهشت اومد، اونا ندارن. وقتی اینو میگفتم من میگفتم یهودی‌ها دیدشون راجع به شماها اینه، اصلا منفجر میشدن. در حالی که یهودی‌ها تونستن ما رو دشمن مسیح معرفی کنن و خودشونو دوست و خودشونو دوست مسیح. به خاطر همین هم از کتاب تلمود رو اینا چاپ نمی کنن چون پر از این مزخرفاته که علیه به خصوص مسیحی ها که باید کشتشون باید چکا کرد، نمیدونم کلا گذاشتن سرشون واجب است، فلان است. اگه اینو منتشر کنن که من معتقدم ما منتشر کنیم، ما کتاب تلمودشون رو منتشر کنیم، تو سایت بذاریم به زبونهای مختلف که افراد بتونن بیان مطالعه کنن، تیکه‌هاشو در بیاریم اون تیکه‌ها رو بگیم، بعد رفرنس بدیم به اینجا. ما میتونیم تغییر بکنیم و باید این کارو بکنیم. به نظرم حالا وقتی که اتحاد جماهیر شوروی ساقط شد، فروپاشید، حالا قبل از اون حضرت امام نامه نوشتن به گورباچوف که فکر نکنید لیبرالیسم غربی راه نجاتشون است. الان دیگه میبینن همه اینا. اون موقع حضرت امام پیشبینی 30 ساله، آره 32 ساله، الان دیگه شکست شدن صدای لیبرالیسم به گوش فوکویاما و ساموئل هانتینگتون و بقیه هم رسیده، اصلا فرو پاشیده. و الان به نظرم زمینه خیلی مناسبه برای معرفی اسلام و هرچه این زمینه مناسبتر اسلام حراسی اونها بیشتر. ولی ما نباید تسلیم بشیم، باید این رو یاد بگیریم. خیلی موقع از هنر هم باید استفاده کنیم. مثلا ببینید فیلم سینمایی، یه سری احادیث هست برای ما چیز عادیه، ولی اونجا اصلا انگار که یه نارنجک تو مغز طرف منفجر بکنه. مثلا اینکه یک ساعت عدالت بهتر است از 70 سال عبادت. اینو کی میگه؟ یک کمونیست بیدین نمیگه، اینو پیغمبر خدا میگه. خدایی که میگه نماز پایه دینه، میگه یک ساعت عدالت بالاتر شده. یا این فرمایش امام علی علیه السلام که کسی که ظلم رو بپذیره شریک ظالم است. یا خیلی ها محیط زیست فعالن تو دنیا، مثلا حدیث نبوی داریم که شکستن شاخه درخت مثل شکستن بال فرشتگان است. مثلا من میگم بیا قانون پرورش فکری کودکان و جوانان رو هنر معاصر، مرکز هنر معاصر و غیرانی که مسابقات نقاشی میذارن، باشیم اینا بذارن. این سفیر بولیوی با خانم شیر بود مهمون ما بود شام، من از اینا براش گفتم. بعد یه بار رو من دید، گفتش که من رفتم دانشگاه، این حدیث، این چیزی که گفتی شکستن شاخه درخت مثل شکستن بال فرشتگانه، گفتم بلند شدن در جمع 2000-3000 نفری دانشجو و استاد، همه شروع کردن 3-4 دقیقه زنگ چون خیلی شاعرانه است، خیلی قشنگه. یا مثلا این آیه قرآن که کشتن یک انسان بیگناه مثل کشتن همه بشر، این در کل کلوب خبرنگاران اونجا که خانومی بود که هر سال هم ما رو دعوت میکردن بوده که اونجا بودیم به عنوان تنها سفیر خارجی که مهمون بودیم اونجا، برگشت گفتش که کشتن یک خبرنگار مثل کشتن همه خبرنگاران است. به اقتباس از این بلند شده بودن برای چقدر دست میزدن. ما نمیدونیم این جملات چقدر مؤثر ارزش داره، چقدر اثر داره. یا به حسیر پای مادران است، چقدر شاعران است، اونجا اینا رو میشنوند. نجات جان یک انسان مثل نجات جان همه بشریت. اینا چیزایی هست که حالا من اینا رو تو اون کتاب رو بردم، هم انگلیسیش هم اسپانیاییش، هم انگلیسی هم اسپانیاییش، تو ایران چاپ نشده. حالا یه جایی آماده باشه اینو چاپ کنه، من میگم حالا این موقع است میگم خارج بدیم. یه موقع میگم ما همین خارجی که میان ایران ببین دست اینا، اگه الان مثلا اعلام بشه آلمان موافقت کرده تو فرودگاه فرانکفورت 100 متر فضا به ما بده که ما بتونیم اسلام رو معرفی کنیم،
بین سازمان‌های مختلف دعوا میشه. سازمان فرهنگ و ارتباطات میگه وظیفه من، سازمان تبلیغات میگه والا من، وزارت خارجه میگه با منه. اما میگه ما همین فرودگاه مهرآباد نه آفرین، همین کارو برو تو میدون امام بکن، تو توی شیراز بکن، تو این پرسپولیس یا پاسارگاد و اینا، پاسارگاد و غیر و اینا توریستا میان. ما از این فضاها استفاده نمی‌کنیم متاسفانه. خیلی جای کار داره و یکی از عرض کردم محمل‌های خیلی خوب همین شهید ادوارد آنیلی هست که پرچم و نماده این تغییر و تحول فطری به سمت اسلام. آره و ما، من امیدوار هستم روزی بتونیم این دیوار بزرگ سانسور رو در غرب بشکنیم. حالا من شما زیاد منو دعوت میکنم، مثلا من میرم مهمون دانشگاه دفتر نهاد رهبری دانشگاه این و اون و حالا روحانیون مسئول دفترن، مثلا خیلی هاشون به من گفتن که ما اون موقع که این مستند ادوارد رو پخش شد مثلا 13 14 15 سالمون اونجا که این فیلم رو دیدیم تصمیم گرفتیم روحانی بشه. بعضی ها بودن، آقای کاسه‌ساز، آقای سیاه سرمدی برای من تعریف میگرد، میگو مثلا طرف برای من پیام داده که من نماز رو کنار گذاشته بودم با دیدن این فیلم برگشتم، یا بعضی ها مثلا حجاب رو کنار گذاشته بودن با دیدن این فیلم برگشتم. خب اینه که چرا اصلاح طرف ها مثلا نمیخوان، مثلا ناراحت میشن یکی مسلمان شده باشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم. ما 20 سالگرد شهادت ادوارد و آنیلی رو گرامی داشتیم و امیدواریم که این انسان‌های بزرگ که پیام فطری داشتن نسبت به اسلام و فطرتاً به اسلام گرایش داشتن و اسلامشون اسلام فطری بود، اسلام مطالعاتی نبود، معرفی اینها برای نسل جوان در این فضای ظلمانی و نفسانی سلبریتی پرور امروز یک نور امیدی باشه برای جوانای ما که بدونن بابا افرادی که صاحب اون ثروت‌های عظیم در غرب هستن از غرب میبرن میان میرن جماران به دیدن امام راحل و الگوشون هم جوانای انقلابی هستن. ان شاءالله که این به یک سیره اجتماعی و سبک زندگی عمومی ان شاءالله تبدیل بشه. از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. جان ارزشش از تمام ثروت جهان بیشتره. بله. پس این کسی که جان شیرینش رو دست میگیره میره تا پای شهادت میره این کم از ادواردا نداره اصلا. حسن حجاجی. این یک نکته. یه نکته دیگه اینه که یه انجمنی درست شده به نام انجمن شهید ادوارد آنیلی اصلا، که یه جوونی که مثلا 20 22 سالش بود که علاقمند میشه به این قضیه و تا حالا دنبال داره میکنه. بعدم این انجمن در کنارش یه انجمن درست کردن رهیافتگان. که این رهیافتگان یعنی تازه مسلمان ها، کسایی که راه اسلام رو یافتن اومدن و غیر و اینا، فعالیت های خیلی خوبی داره انجام میده و واقعا هم زحمت میکشن، دستشون هم خالیست با این وجود این کار میکنن. من همینجا دعوت میکنم اگر کسانی مایل به فعالیت هستن تو این زمینه ها خوبه به این انجمن وصل بشن، اگر میتونن کمک بکنن به فعالیت هاش. مثلا به هر دوتا مؤسسه هم انجمن یکیه در واقع، هم ادوارد آنیلی هم انجمن و مؤسسه. مثلا اگه چیزی میخوان وقف بکنن، نمیدونم کمک بکنن تو تبلیغ اسلام، میخوان مشارکت کنن، خیلی خوبه، میتونن به این انجمن وصل بشن. انشالله آثار و برکت زیادی داشته باشه. من تشکر میکنم و شخص شما رو خواهش میکنم. عباس بکاری توفیقی بود ما خدمت شما بودیم، مؤسسه شما بزرگوارید و این توفیقی بود که الحمدلله انسان‌های بزرگی مثل جناب عالی هستند و این حرکت امیدبخش رو به عنوان سفیر انقلاب اسلامی، نه سفیر وزارت جمهوری اسلامی، چون وزارت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه‌اش با سفیر انقلاب اسلامی فرق میکنه. سفیر انقلاب اسلامی است که میتونه انقلاب اسلامی رو ببره دو جایی و ادوارد آنیلی بیاد به اون نزدیک بشه. این توفیق از خدمت شما بودیم. انشالله یه درس دیپلماتیک شما برای این بچه ها خیلی راهگشا باشه. یه خاطره هم میگم، من از اول انقلاب تو وزارت خارجه بودم، اول که رایزن مطبوعات بودم اونجا، پروسه جزء قدیمی ها هستم، فکر نمی‌کنم ولی اینه که اینجا هستن هیچ کدوم تو بله اصلا اول وزارت خارجه قدیمی تر از ما باشن. من دو ساله، نزدیک دو ساله که بازنشست شدم و
هم سال 92 هم 96 من خیلی هوشدار بودم تو داخل اگه آقای روحانی بشه رئیس جمهور چیه، نقد کردن برجام رو، گفتم آقای عاقبت نداره، سیاست خارجه رو تو رسانه ها داشتن همرانی ها و وزارت خارجه خیلی دلخور بودن و از ما شکایت کردن به دادگاه تخلفات اداری که آقا قدیری مصاحبه میکنه رئیس جمهور رو نقد میکنه، سیاستاشو رد میکنه، وزارت خارجه رو نقد میکنه، برجام رو رد میکنه، دادگاه تخلفات اداری خواست تشکیل میشه، یه جلسه پیش جلسه گذاشتن برای ما، بودن آقا شما نقد کردی رئیس جمهور رو، گفتم بله، این حرفا رو زدی، گفتم بله، مثلا یکی از حرفایی که من زده بودم این بود که آقای روحانی رئیس جمهور بشه همین سال 96 اقتصاد کشور مثل ساختمان پلاسکو فرو میپاشد یا برجام از اون اول گفتم آقا به نتیجه نخواهد رسید، امضا هم شد گفتم آقا بزن به نتیجه نمیرسه، حالا بر اساس تحلیلی که دارم تو چرا همچین حرفی زدی؟ این خلاف اساسنامه وزارت خارجه است، راست میگه کادر وزارت خارجه نمیتونه رئیس جمهور دولت یا سیاست خارجه رو رسانه‌ای نقد بکنه، این خلافه، گفتم میدونم خلاف اساسنامه است ولی شما این کارو کردی، گفتم آره، تو چرا این کارو کردی؟ گفتم من مجوز داشتم. چه مجوز داشتیم؟ من مجوز داشتم نقد کنم، هم آقای روحانی و هم سیاست خارجی رو. کی به شما مجوز داده؟ شخص آقای روحانی. کو مجوزت؟ گفتم برگشته گفتم پیغمبرم میشه نقد کرد. پیغمبرم میشه، آقای روحانی رو نمیشه. پیغمبر جز مصوبه های وزارت خارجه نیست، ولی آقای روحانی هست. هست. خلاصه دیدن نه نمیشه، ما هم چون رسانه‌ای هستیم میتونیم بعد منعکس بکنیم، اینا منصرف شدن از اینکه ادام بدن پرونده رو بستن. بله آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش اعلام کرد که دولت 150 از 150 شخصیت حقیقی و حقوقی شکایت کرده در طول این مدت و از بعضیاشون چند بار شکایت کرده. دادگاه تخلفات اداری وزارت خارجه بود. آره، حالا البته جلوی ارتقاء منو گرفتن. یعنی خیلی اذیتم کردن. ولی اشکال نداره. وقتی اینا 150 نفر رو ازش شکایت می‌کنن به رئیس جمهور، معلوم میشه که اینا میزان سعه صدرشون به عنوان لیبرال چقدره. این خیلی نکته مهمه. آخه شما هم که شکایت کردن حرفای خیلی بزرگ و البته درستی زدید. بزرگوار. شما از ریشه زدید. بزرگوار. خیلی خوشحال شدم، توفیقی بود خدمت شما بودیم و امیدواریم انشالله خدا ما رو رهرو صدیق برای انبیاء عظام، ائمه اطهار، شهدا، صالحین، امام راحل و انسانهای بزرگی مثل شهید ادوارد آنیلی قرار بده انشالله. از اینکه شما مقام معظم رهبری انشالله، از اینکه شما زحمت کشیدید تشریف آوردید و این دانش عظیم و این اطلاعات عظیم و این خاطرات مهم رو درباره این شهید فرمودید، من از شما تشکر میکنم. انشالله که قدردان این تجربه ها باشید. انشالله. انشالله. موفق و معید باشید. انشالله و سلام. راجع دار رسول الله.